دوستان سلام عرض کردم. یک ساعتی از الان هستیم اینجا، ساعت 11:31 دقیقه است. تا قول میدیم تا 12:31 دقیقه اینجا باشیم در مورد موضوع این هک پرونده‌های قوه قضاییه یه صحبتی بکنیم، ببینیم داستان چیه. ببینید چه اتفاقی افتاده، بذاریم از سریع بگم که چه اتفاقی، چه داستانیش شماده. قبلش باید یه موسیقی رو بابیم شد. این چه بلایی بود بر سر ما نامد، بهر تسلایش مادر ما سینه بزن. آیه رجل کار نشون نوعت همینه. این چه بلایی بود بر سر ما. ببین حقیقتش من خیلی نمیخواستم اصلا فنی موضوع رو بررسی کنم، گفتم بیاین دور هم همین سینه میزنیم و یه ذره روزه میخونیم و گوش میکنیم و تو سرکله هم بزنیم بریم. ولی واقعیت اینه که آسیبی که این حادثه که الان در موردش صحبت میکنم زده به مردم زده، یعنی واقعا مسئولین که به کتفشون هم نیست، انصافا خیلی اهمیتی نداره. من نمیدونم چرا اینا این کار کردن، ولی از نظر من آسیب جدی رو به مردم و به پرایوسی مردم زدن. بریم ببینیم اینا کیان. ببین یه گروهی به اسم یه گروه هکری مخالف جمهوری اسلامی به اسم عدالت علی، اینا چیکار کردن؟ این بابا یه رزومه ای دارن، یه کانال تلگرامی دارن، یه رزومه ای دارن، تو بخش درباره ما نوشته گروه عدالت علی گروه هکتیویست است که توسط جوانان ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران تأسیس شده. گروه عدالت علی با هک کردن و انتشار تصاویری از دوربین‌های مدارس زندان اوین که برخورد خشونتبار ماموران با زندانیان را ثابت کرد، فعالیت رسمی خود را در سال 1400 آغاز کرد. گروه عدالت علی از آغاز فعالیت تا امروز بی‌وقفه با افشاگری آنچه پشت پرده رژیم غاصب وطن می‌گذرد در خط اول مبارزه با این رژیم است. گروه عدالت علی ورای فعالیت‌های علنی خود در افشاگری جنایات رژیم، فعالیت‌های بسیاری در زمینه بین‌المللی با همکاری ارگان‌های حقوق بشر، مطبوعات و دیگر ارگان‌های زیرب دارد. از جمله فعالیت‌های اهریمنی و غیر علنی گروه عدالت علی افشای فعالیت‌های تروریستی رژیم در خارج از ایران تا سرنگونی رژیم غاصبگر وطن می باشد. نمیدونم چرا اینجوری نوشته. چرا عدالت علی؟ انتخاب نام عدالت علی انتخاب طعن‌آمیز است که نماینده سوء استفاده رژیم از باورهای مذهبی ساده دلان است. رژیمی که بی هیچ تردیدی به عنوان یکی از ظالمترین و بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهای تاریخ بشری ثبت خواهد شد. آرم گروه عدالت علی ترازوی نامیزان نشانه این طعنه است. گروه عدالت علی بیشک فعالیت خود را مدیون همکاری بی‌وقفه و روی رشد هموطنان عزیز می‌داند. بخشی از فعالیت‌های این گروه هک سیستم مدارس زندان اوین، افشای نقص بارز حقوق بشر پشت دیوارهای زندان، هک وبسایت ستاد امر معروف، هک تلویزیون صدا سیما، جمهوری اسلامی و بخش فراخوان از سرگیری اعتراضات سراسری، هک صدا سیما در میان سخنرانی خامنه ای، ایجاد ربات تلگرام جهت یافتن اسامی نمیدونم چقدر از زندانیان اعتراضات مهسا امینی، هک مجدد دوربین مدارس زندان اوین، انتشار بیرحمی رژیم در قبال اسیران، هک و پخش فراخوان در صدا سیما در سخنرانی دهه زجر جلاد رئیسی، هک گسترده قوه قضاییه تهران. خب یه سری افشاگری هم میگه من کردم که این پایین میبینیم. اوکی اینا کیان نمیدونیم، کجان نمیدونیم، ایرانیان نمیدونیم، اینا رو نمیدونیم، من نمیدونم حداقل.
دیتایی هم ندارم که اینا کیان. خب حالا یه کاری کرد، یکی از آخرین کارهایی که کردن این بود که اینا ادعا کردن که قوه قضاییه رو هک کردن، یه بخش از قوه قضاییه رو هک کردن. یه سری داکیومنت منتشر کرد توی کانال اول، قصه مال چند روز پیشه، مال دو روز سه روز پیشه، یه سری اسناد منتشر میکنه و بعد هم یه وبسایتی میزنه به اسم adalat.org که تو توییت پین شده من آدرسش هست. چرا آدرس رو داری میدی جورجندی؟ چرا داری بیشتر هی پخش میکنی این موضوع رو؟ به خاطر اینکه داداش الان دیگه اون پدرسوختایی که باید پدرسوختگی کنن اینا رو دارن، شما اینکه قرار آگاه بشی هم داشته باش که بدونیم حالا چه خاکی به سرمون بریزیم. خب پس این پخش اطلاعات شما توسط جورجندی نیست، این صرفا آگاهیه. خیلی یه سایت زده به اسم adalat.org، اونجا میتونی بری کد ملی، شمار تلفن، اسم اینا بزنی و پرونده ها رو ببینی. جورجندی این چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی زده؟ نمیدونم، نشون ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده تو حفظ اطلاعات مردم، که این ضعف رو میتونست به شکل دیگه هم نشون بده. اینکه اطلاعات رو پخش کرده، 3 میلیون اطلاعات پرونده ملت کف اینترنته، از نظر من بسیار وحشتناکه و این تبعات بسیار وحشتناکی داره. اگر این سایت بالا بمونه و در دسترس بمونه، این تبعات بسیار وحشتناکه. یعنی اگر شما مخالف جمهوری اسلامی هم هستی، بدون که بابا جان این داره به خانواده تو، به آدما، به حریم خصوصی آدما بسیار ضربه میزنه. این ضربه به جمهوری اسلامی نمیزنه. الان آیجی احتمالاً داره چایشو میزنه، استراحت میکنه، اصلا براش مهم نیست که چه اتفاقی اینجا افتاده. خب یه نکته داره، چجوری این اطلاعات چه اتفاقی افتاده، هک شده، دیتابیس رو بردن، دزدیدن، اینا رو نمیدونیم. خب اینم سندی براش نیست، فقط میدونیم که 3 میلیون پرونده که بخش عمده از این پرونده مال تهرانه، تا اونجایی که ما نگاه کردیم بخش عمده از پرونده مال تهرانه و 3 میلیون پرونده از قوه قضاییه اینجا الان در دسترس ایناست که پخش کردن. آیا کل پرونده قوه قضاییه 3 میلیونه؟ نه، شانستونه دیگه. دیگه شانسی این که تمام پرونده شما اینجا باشه، مثل من جورجندی بدبخت بیچاره که کل پرونده هم اینجاست، از بد و بشریت تا الان که در خدمت شما هستم پرونده های من اینجاست. یعنی من شانس من همیشه، الان اگر لاتری بود 3 میلیون برنده میشدن اسم ما نبود. یعنی الان اگه 5 سنت میدادن میگفتن آقا هر کی اسمش اینجاست 5 سنت برنده میشه، الان میزدی جورجندی نبود، جورجندی بدون یه کد ملی تلفن ما نبودیم. ولی حالا که قرار افشای اطلاعات باشه، احتمالا توی همون سرچ اول که دیتابیس رو داشتن پر میکردن با جورجندی شروع کردن و حضرت عباس، باور کن. یعنی من شانسم اینطوریه. اینجوری، یعنی شانسیه دیگه الان جز 3 میلیون باشی یا نباشی. مگه داریم پرونده‌ای من کامل؟ آخه مگه داریم آقا اینقدر یه آدم بیچاره و بدشانس؟ آخه مگه میشه؟ یعنی من الان که در خدمت شما، اوپن سورس ترین سلیبریتی کف اینترنتم. خب ببینید، اگر فرد حقوقی در طی این صحبتایی که داریم میکنیم به ما پیوست، توضیح میده که شما میتونید از این اطلاعات استفاده کنید یا نه. من نمیدونم، یعنی شما بری مثلا الان پرونده منو از این تو در بیاری، بعد بری توییت کنی منو مسخره کنی، آیا قانونیه یا قانونی نیست؟ خب اینو نمیدونم، ولی واقعیت اینه که همین که تو الان به پرونده من دسترسی داری، این یه نقص حریم خصوصیه طبق قوانینی که الان در ایران هست. واسه من خوشم هم نمیاد، من نوعی رو دارم میگم، و اینه من خودم که قبلا پرونده‌ام تو وباموز گذاشته بودم، شوخی میکنم کل پرونده‌ای من اصلا بزنید تو وباموز، ما اصلا شفاف گذاشتیم که داریم پیگیری هم میکنیم. اصلا یه بخش عمده ای از کاری که تو وباموز میکنیم اینه که ما بررسی میکنیم که اون اتفاقی که حالا کلاوردارم رو شکایت کرده تو قوه قضاییه چه اتفاقی براش میفته. یعنی اون تیکه برای من اتفاقا همیشه مهمتر بوده که نشون بدم به شما که قوه قضاییه داره چیکار میکنه اونور. یعنی چرخه رو کامل انجام میدیم ما تو بباموز، از اون هشدار، از لحظه هشدار دادن
تا احتمالاً شکایتی که کلاهبردار میکنه و بعد ما مدارک رو میبریم دادگاه و دادگاه چه تصمیمی میگیره و تهش ملت ببینید که ما رفتیم دادگاه و دادگاه تهش مثلا یا ما رو محکوم میکنه یا ما رو تبرئه میکنه. پس ما پرونده رو قبلا تو وبآموز گذاشته بودیم، خیلی بارها هم در اون صحبت کرده بودیم، چیز پنهانی ما حداقل نداشتیم. ولی واقعیت اینه که من ممکنه بابام کلاهبردار بوده به من نگفته، الانم آدم خوبی شده، یعنی یه کلاهبرداری کرده بند خدا، به ما هم نگفته، حرمتش هم حفظ بوده. الان من سرچ کردم بابامو، بابای نوعیمو نه بابای واقعیمو، بابام مثلا ببینم یه پرونده کلاهبرداری داره. خب این نقص حریم خصوصی پدر بدبخت من یا هر کسی دیگه ای رو که شما سرچ میکنی و به اطلاعاتش میرسی. اولا که یه توضیح خیلی سریع بدم که این عنوان هایی که میبینی تو اکثر این پرونده ها، اینا عنوان اتهامیه، یعنی اگر اون پایین ننوشته باشه که این بابا حکم گرفته، شما نمیتونید بگید که این پرونده، این تصمیم بگیرید که بله طبق این چیزی که اینجا نوشته جورجندی کلاهبرداری کرده. حتی شما الان در مورد منم که برید توحید، مثلا توحید سعیدی پروندهش یکی از پرونده‌ای که میبینید، اون پرونده مثلا این نسخه‌ای که اینجا شما دارید میبینید داشته 2 سال حبس تعزیری، اونو من رفتم شکایت کردم تبرئه شدم، اون تیکش اینجا نیست. بس لذا خیلی دقت کنید که هیجان زده نشید، یعنی اگه یه نفر اومد از این اطلاعات یه چیزی توییت کرد که وای فلانی اینطوریه، این هیجان زدگی نداشته باشه، چون ممکنه در واقعیت تای پرونده رو ما نداریم. این خودش ادعا کرده که پرونده که اینجاست تا اوایل سال 1402 هستش. دوستایی که اومدن بالا فکر میکنم آقای پوریای عزیز باشن. درود بر شما جناب جورجندی و بقیه دوستان. من خواستم بگم که دوستمون که گفتن ایران اینطوریه، خب کشور که خب افسارش گسیخته، این که اصلا بحثی توش نیست، ولی این سایتی که الان اومده بالا، من خب یه نگاهی روش کردم، یک سری پرونده هایی اومده بالا، حالا من کاری ندارم که ادش سیاسیه یا حالا هرچی، که این داره با آب روی اون شخص بازی میکنه. من الان اتفاقی یه پرونده هم دیدم حد که به عنف و نمیدونم اینجور چیزا. و خب شما حساب شو بکن، مثلا میگم من میتونم برم توی این سایت مشخصات فامیل خودم رو بزنم، بر حسب اتفاقی یه پرونده بیارم بالا که آقا این نمیخواسته این پرونده اصلا عمومی بشه، یا مثلا بخواد کسی ازش اطلاع داشته باشه، یا مثلا نمونه کوچیکش تجاوز به عنف و نمیدونم اینجور چیزا که خیلی برای حفظ آب روی خانوادگیشون. من میگم این سایت رو، عدالت علی رو، من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم، نه اصلا میدونم این گروه اصلا چه برنامه ای پشتش هست، ولی اگر این مسائلی که حالا روی این سایت پاپلیش شده اومده بالا و میتونه با حیثیت یک جامعه بازی بکنه، این عبارتی میتونم بگم که چی بهش میگن، نقض حریم خصوصی و نمیدونم افراد حساب میشه. و اینجا به نظر من خود حاکمیت الان محکوم، به شدت محکومه. تویی که نمیتونی یک سیستم حالا اجتماعی رو به درستی مدیریت کنی، 4 تا آدم با سواد و تحصیل کرده رو بذاری که به عنوان مبارزه با هک و نمیدونم این چیزا از این سایت محافظت بکنن، خب این نشون میده این یه باگ بسیار بزرگی تو سیستم هست. پس چرا فقط ایران اینطوریه؟ چرا مثلا سیستم های اجتماعی کشورهایی مثل فرانسه، آلمان به این سادگی ها هک نمیشه؟ چرا اطلاعات ما اینقدر راحت میاد بالا؟ این سایت عدالت علی رو من اصلا نمیدونم این سایت چی هست، اصلا عدالت علی رو من خیلی بهش مشکوکم، ولی اگر اینا درست باشه و پرایوسی مردم اومده باشه بالا، این بازی با آب رو مردمه. حالا اونایی که پرونده سیاسی دارن که تکلیفشون مشخصه، اونا خودشون خیلیشون، آقا مثلا شما فرض کن یه دونه چی بهش میگن، یه احضاری اومده در خونه‌ش، یه قاضی یه رأی، اینا در جریانن. ولی اون پرونده هایی که از اشخاص اومده بیرون، اگر این سایت بر حسب حالا اون چیزی که اینا میگن واقعی باشه، خب دیگه آقا میشه بازی با آب رو جامعه. و فقط خواستم همین رو بگم که این دوستمون گفتن که حریم شخصی، این نقض حریم خصوصی افراده.
حالا اگر این واقعیت داشته باشه و این چیزایی که حالا شما میتونه هر کسی میتونه رو سایتش یه سرچ از تو فامیل خودش یا دوست خودش بکنه یه پرونده بیاد بالا، اگر دیدید پرونده اومد بالا خب مسلما نشون میده این اطلاعاتی که اینا در آوردن یا حالا چه برنامه‌ای پشتش بوده که حالا اینا پابلش شده، میشه فهمید که آقا این چقدر درسته. حالا آقای جوجندی شما که خودت دوسیه خودت رو در آوردی و بالاخره نشون دادی، ولی خب متاسفم که شرایطی پیش اومده که بودن نه تنها برای حاکمیت چیز میکنن، در آب رو حیثیت مردم هم میبرن و این نگران کننده است. حالا آیا عالم در آینده چه اتفاقات دیگری بیفته رو دیگه خدا میتونه. ببین تو اسم این کارو میذاری مبارزه با جمهوری اسلامی یا نه؟ ببین آقای جوجندی این کار چون به این سادگی شما نمیتونی بیای اطلاعات یک ملت رو بکشی بیرون، این اسمش مبارزه با جمهوری اسلامی نیست. این عقیده منه، میدونین چرا؟ چون ببین یه بار جوجندی همه دیتاشون رو میریزیم کف اینترنت راحت میشن دیگه، ملت هم میفهمن اینا بی سواد موادن و اینا. آخه آقای جوجندی من سوال از شما دارم، ببین کسی که فعالیت سیاسی میکنه اطلاعاتش لو رفته اون دیگه در جریانش هست، اون دیگه خودش مسائلش چی بهش میگن، به قول معروف گفتن آقا یه فعالیتی توی توییتر کرده با اسم فامیلش، این آقا رفته در خونش ابلاغی اومده دادگاهی در جریانه، این اسمش مبارزه نیست. اگه میخوای مبارزه کنی اطلاعات رو در بیار، طبقه بندی بکن و به صورت طبقه بندی شده اینا رو پابلش کن. یعنی مثلا میگم آقا یه سری افراد هستن که اینا زیر ذره بینه شما گروه عدالت علیان، اطلاعات اینا رو در بیار اینا رو پابلش کن، خیلی راحت مثل قبل که برداشتن یه سری مسائل رو پابلش کردن. ولی اینکه الان اطلاعات علی اگر میزد این جورجندی نیروی وزارت اطلاعات خوب بود. خب جناب جورجندی ببین، نه ببین مکه کار نیست دیگه، اگه میزد الان تو کتک بارو داشتی میزد این دیگه، درسته؟ خب یه بحثی هست، الان اطلاعات 3 میلیون نفر رو ریختن بیرون، آبروی ملت رو بردن، اسمش شما میذاری مبارزه با جمهوری اسلامی؟ من حرفم همینه دیگه، بحث من اینه که این ببین درسته اون تیکش رو باید موافقم، ببین باید فکر کنی به این موضوع که منبع خبر تو یه جاییه که هیچ هویتی نداره، یه جاییه که ما فقط میدونیم اینا هک میکنن و پخش میکنن. الان اگر این زده بود که جورجندی کارمند وزارت اطلاعات، باید استناد میکردیم این دیتا؟ سوال من اینه. مبالا عدالت علی، من نظر شخصی من، هر کسی ممکنه نظر داشته باشه، مثلا این گروه عدالت علی رو خیلی بهش مشکوکم و به این سادگی هم قبول نمیکنم این گروه حالا چه بخواد اتهاماتی به شخصی و فردی بزنه. گفتی اگه اطلاعاتو دستبندی کنه بذاره قبول میکنی؟ نه نه بحث قبول نیست. ببین آقای جوجندی، ببین بحث دستبندی یه بحث سیاسی، آقا دو سه تا گروه سیاسی به جون هم افتادن، این گروه میخواد بیاد مثلا میگم بر علیه پادشاهی خواهی چیز کنه یا بر علیه یک سری گروه های مثلا چیز اینجا اقدام کنه، این میاد یه سری دوسیه میریزه بیرون میگه آقای ایکس آقای ایکس آقای ایکس مثلا کارمند وزارت اطلاعات، برید بشین سر کله هم بزنید ببینید به کجا میرسید. ولی اینکه میای دوسیه شخصی مثلا این آقای جوجندی که سرچ بکن تجاوز، بنویس تجاوز، آقا یه سری پرونده اینجا اومده بالا که آقا یه وقت آب رو خانواده یه شخص الان این وسطه، درست الان نه اونجا رو با تو موافقه، ببین ده همین ببین الانا نه خب اون تیکه دو شو یکم نفهمیدم. نه 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 من قبول نمیکنم، من قبول نمیکنم. میدونی چرا؟ چون پرونده سازی خیلی راحته، منم میتونم بیام با فتوشاپ با یه سری مسائل بیام یه پرونده درست کنم بنویسم بالای جورجندی بنویسم کارمند وزارت اطلاعات، من اصلا نمیدونم اینا چه وضعیتی هست دیگه. مملکت اینقدر آشفته شده که طرف تو خارج از کشور وقتی میگه سلام میگن این طرف جمهوری اسلامی گرفته، وقتی میگن فلان اصلا کلا سیستم ریخته به هم، اصلا دیگه ببخشید عذر میخوام خرس آپشن نمیشناسم. تو به این منابع بیشتر از مثلا رسانه‌های داخل کشور اعتماد داری یا نه؟ من اصلا به هیچ کدوم این آقای جوجندی اعتماد نه 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 نه. ولی این اطلاعاتی که الان اومده بیرون، این دوسیه‌ای که اومده، من سرچ کردم یه نفر از خانواده ما الان پروندهشون این سایت، من الان اینطوری میگم اگر بخوام به صحت این موضوع برسم، خب الان پرونده این روی این سایته، چرا پرونده یکی از اعضای خانواده من الان روی این سایته؟ این سوال منه و واقعا این پروندم درسته. حالا من نمیدونم بگم بقیه پرونده چطوریه یا حالا اینا میخواستن یه کاری بکنن یه برنامه ای پشتش بوده، من نظری پشتش ندارم. درست. ببین به عنوان یه شهروند نگرانی دیگه، درسته؟ من نگرانه در درجه اول نگران خانواده خودم هم بیرو درواسی بگم، هر کسی نگرانی خودش اول. درسته درسته. خب ببین آقا اطلاعات خصوصی آقای جورجندی، مثلا میگم آقای جورجندی اگر بیان عکس های شخصی شما رو توی گوشید هک کنن و پخش کنن، آیا به نظر شما این آسیب روحی روانی به شما میزنه یا نه؟
والا ویدئوی ننه ای ما رو پخش کردن. نه نه خب منظور نه منظورم اینه. حالا ببین من دیگه حالا... آسیب خوردم نه من خول شدم یه دیگه نه حالا حالا یه بحثی دیگه هم که از جناب جوجندی من اینم میخوام بگم، اگرم این گروه عدالت علی گروه تحت حمایت جمهوری اسلامیه و برای یک سری برنامه و اهداف خاصی این کارو کرده که کارش واقعا کثیف بوده که بخواد اینا رو همین میگیم نمیدونیم. میگم اگر هم باشه الان این گروه یه کاری کرده که آقا اطلاعات خصوصی افراد لو رفته و نباید میرفته و مقصرم قوه قضایی نه دیگه. آقا تو قوه قضایی هستی خیر سرت اسم گذاشتی یه سازمانی که بعد از عدالت من اصلا کاری ندارم اوکی باید دفاع کنه. اصلا یکی از اصولی که تو باید دفاع کنی حفظ حریم شخصی افراده. اصلا قوه قضایی وظیفش یکی اولین وظیفش همینه که آقا نه اونا که نتونستن حفاظت کنن تموم شو. تو به تیم هکرها که الان دارن صدای ما رو میشنون چی میگی؟ میگی که چرا اطلاعاتت منو پخش کردی؟ آره؟ نه خب نه نه آره آره خب بالاخره حکومت حکومت دیگه. ببخش من پرحرف کردم اما عذرخواهی مخلصم مخلصم قربانش چاکرم. خب بقیه بچه‌ها رو بشنوین. اول سلام به سلام های دردندی سلام آقای دردندی بود دیتا تو اینترنت نه نه من نبودی من صبح بلند شدم صبح بلند شدم رفتم نگاه کردم بعد از نبودنش بیشتر ترسیدم تا بودنش. کدام دیتا بفرست ببینم داری دروغ میگی؟ چند نفر اینجا دیتای ما رو تست کردن خبری نیست. بعد اینکه آقای دردندی خیلی جالبه آقا بچه‌ای که حالا... کلاب هاوس هستن شما بچه ها رو نمیبینید الان بچه‌ی توییتر دارن صحبت میکنن محسن طهماسبی که کارش هم سکیوریتی و ایناست داره صحبت میکنه. محسن رو بشنوید. محسن بگو اول که اوضاع خنده‌داری شده، یعنی آدم از بودن اطلاعاتش هم که میترسه اوضاع نبودنش هم میترسه، یعنی اوضاع مسخره. بعد آجر خیلی جالبه شما بالای سایت عدالت.org رو که توجه بفرمایید یه بیانیه خیلی جالبی از سمت گروه هکری منتشر شده. فرمودند که ما تا جایی که بتونیم به حریم خصوصی مردم آسیب نمیزنیم. من نمیدونم اینا دقیقا تا کجا میتونستن یا چی شده. آخه من رفتم الان نگاه کردم آدرس یارو، آدرس ایمیلش، شمارش، کد پستیش، هفت جد و آبادش اون توه. واقعا نمیفهم مسخره بازیه دوبه مخفیه چجوریه. برگشته نوشته ما تا حد امکان به حریم خصوصی کسی تجاوز مردم عزیز تجاوز نمیکنه. دیگه میخواستی چیکار کنی؟ نمیفهمم واقعا. و واقعا بحشنگه که من تو به عنوان الان کی آسیب دیده این وسط؟ حاکمیت آسیب دیده؟ من 100% من که موضوعم مشخصه و 100% در بین اتفاقی که افتاده میگم مردم آسیب دیدن، خیلی هم بد آسیب دیدن. یعنی الان شما چه اطلاعاتی رو منتشر کرد؟ اول که اطلاعات ناقصه، اطلاعات حالا نمیدونم هدفمند یا غیر هدفمند یا به هر صورتی ناقصه، اطلاعات من نیست، اطلاعات یه دی دیگه ما چک کردیم نیست. گفته که گفته 3 میلیون برداشتیم دیگه، یه بیلی زده دستشون در نکنن. آره. آره سمپل گرفتم دستشون نه. ولی اتفاقی که افتاده الان اینه که خب الان این چه اتفاقی افتاده؟ یعنی من حتی افرادی که موافق هستن اطلاعات اینجوری پخش بشه و شامل اطلاعات کلان از مردمه، معمولا استانداردش تو خارج اینجوریه، این اطلاعات رو در اختیار یک عده مثلا روزنامه نگار مثلا مورد اعتماد قرار میدن، اینا میان این رو گلچین میکنن، اطلاعات دقیقش رو اونا که حالا به درد میخوره مسئله رو میذارن. فرض بفرمایید ما موافق باشیم با این مسئله ها، ولی خب وقتی شما کل اطلاعات رو برداشتی سایت براش گذاشتی که بیاید بگردید داری به کی ضربه میزنی؟ الان من یعنی من حتی نمیفهمم ایده پشت این اینه که آیا ایجاد نارضایتی عمومی بشه که مثلا مردم برن یقه قوه قضاییه رو بگیرن. من سوال برام الان قوه قضاییه من آخرین چیزی که ازش دیدم تکذیب کرده بود بعضی از چیزایی که از این درز داده اتفاق افتاده. یعنی من واقعا اینا که زیر بار نمیرن. سایت اینترنت داتا یار یک سال و نیم هک شده، سایت بالا نیومده، یه خبرگزاری هم نزده. اونو ولش کن، چیکار به قوه قضاییه؟ اونا رو اذیت نکن، سرشون شروع کنه. مسئله اینه که خب الان چه اتفاقی افتاده؟ یعنی بله یک حالا من نمیدونم اینسایدر اتک بوده، یعنی یک شخصی داخل اون سازمان بوده که این اطلاعات رو برداشته برده، یا نمیدونم مشکل امنیتی داشتن، اصلا معلوم نیست این اطلاعات از کجا از کدوم
بخش سیستم اینها درس کرده، حالا افراد بشینن روی این کار کنن، معلوم میشه چه از اینکه چه اطلاعاتی هست چه اطلاعاتی نیست، این از کجا درس کرده. ولی هدفش هدف احمقانه بوده و اون چیزی که ادعا میشه که خب مثلا الان این چه شکل مبارزه ایه، یعنی من شخصا نمیفهمم. ولی خب فاجعه است دیگه، یعنی اینها که این طرف زیر بار نمیرن، این واقعیتی بارها و بارها این اتفاق افتاده، جاهای مختلف خورده، این که دیگه نور علی نوره. من الان تقریبا اینو از ساید مبارزه با جمهوری اسلامی چجوری میبینی؟ میگی کار خوبی نبود دیگه، درسته حرفت اینه؟ نه قطعا، نه چه گنگی زدم من، یه سرویس کردیم مثل... یه اطلاعات 3 میلیون رو پخش کردیم نشون دادیم اینا چقدر بیارزن بخش سرنش. شما فرض بفرمایید، آخه پوینت من اینه، شما برای کسی این کار رو میکنی، مثلا میخوای ایجاد نارضایتی کنی یا دهنش رو به این طریق سرویس کنی، دهن قوه قضاییه الان به چه شکل سرویس میده؟ خب اطلاعاتشون درز گرفت، اینا که جواب نمیدن، سالها کارشون همین بوده، چه اطلاعاتی که رفته اینا برگشتن گفتن نه نرفته فلان، چه آسیبی به بدن قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی وارد شده با انتشار کامل این اطلاعات؟ من 3 ماه کارم شده، هر ماه میام میگم وا این مثلا وسیع ترین هک در مثلا تاریخ 10 سال اخیر بود، دوباره یه ماه بعد میگم نه این از اون وسیع تر بود، این دیگه نور علی نوره. خیلی خب محسن، بذار جوادم بشنویم. جواد سلام. سلام، خوبی؟ جوادم کارشناس سکیوریتی بچه ها نظر شده، از هکرهای خیلی مخوف ایرانی جواد که بگه فکر کنم که فردایی دیگه بره وانتد لیست. بگو جواد جان. عرض بزرگ شما که ادامه صحبت‌های محسن، من می‌خواستم یه چیزی بگم. موضوعی که هست اینه که این تیمایی که دارن اینجوری فعالیت میکنن، الان مسئله اینجوری شده که دیگه چی به دستت میرسه، یعنی خیلی دیدشون این نیست که بریم یه چیزی هک کنیم که مفید باشه، برای اینکه تو این در واقع فرایندی که میرن جلو، حالا اطلاعات میذارن یا یه جایی رو هک میکنن، یه حالت رقابتی شده دیگه بین این تیما، برای اینکه تو این رقابت بمونن هر چیزی که به دستشون برسه و بتونه خبرساز بشه رو در واقع منتشر میکنن. برای مثال خب توی همین موضوع و همین مجموعه مثلا میشد نمیدونم بودجه ها، حقوق ها، چیزهایی که خب شفافیت نداره و نسبت به خود سیستم رو مثلا منتشر بکنن، اما به نظر من به همچین چیزی دسترسی نداشتن و فقط حالا چیزی که بهش رسیدن همین ها بوده و برای اینکه اون در واقع ویوی که میگیرن یا اون ایمپرشنی که میگیرن رو حفظ بکنن، اون چیزی که دارن رو منتشر میکنن. حالا خوب یا بد، البته به نظر منم بده، حداقل این مورد به نظرم خیلی رو حریم خصوصی تأثیر میذاره. ولی به صورت کلی میگم به نظرم چیزی که به دستشون میرسه رو منتشر میکنن. حالا اگه دیتای بهتری داشتن از خود سیستم احتمالا اون رو منتشر میکردن. خیلی خب، تو بررسی کردی جواد ببینی چه جوری این اطلاعات اینجاست؟ نظری داری؟ خیلی دقیق مشخص نمیشه به نظرم، حالا بازه زمانیش مشخص میشه. من خیلی درگیر این بودم که مثلا بشه دید که آیا این برای یه بخش خاصیه، من نمیدونم تقسیم بندی ها توی مثلا سیستم قضایی چه جوریه، مثلا آیا برای استان خاصیه اینها، یا اینکه برای یه تایپ دادگاه خاصیه، یه تایپ پرونده خاصیه یا نه. ولی فعلا به چیزی نرسیدم، چون که بهترم بود که مثلا فایل تکست منتشر میکردن، یعنی فایل رو منتشر میکردن، حداقل آدم خودشون توش سرچ میکردن تا این مدل. اینجوری مثلا نمیشه، نه دیگه دامپش رو میذاشتن. الان خبر خوب اینه که دامپش نیست، باید بری سرچ کنی. الان تعداد اونجوری حداقل میتونستیم این کارهای دیتایی که باید رو روش بکنیم دیگه، میدونی؟ نه جواد جان دستو درد نکنه، قربونت برم. من ببخشید، من یکی از دوستانم میخواد یه نظری بده از اکانت من اگه اشکال نداره. آره لطفاً. حسین درباری بفهم. این فقط یه چیزی که معمولاً این هکا برای چیز دیگه، برای خود مردمه، یعنی مردم میخواد عصبانی کنه، و اگه مثلا یه گروهی باشه که بخواد یه نتیجه‌ای بگیره از هک‌ها، معمولاً درستش اینه که دسترسی خودش رو حفظ بکنه. یعنی اگه هکر حکومتی باشه، اگه هکر بخواد یعنی در بلند مدت یه نتیجه‌ای بگیره، این چیزها رو دسترسی رو حفظ میکنه و چه می‌دونم، حالا با هر مدلی که میتونه دسترسی خودش رو مخفی نگه می‌داره، نه اینکه بیاد یک دفعه کل اطلاعات رو بذاره و اطلاعات مردم هم بذاره روش. یعنی یه چیزایی مثل شبیه هک پوندوزی رو برده بالا دیگه، نه برده بالا. آره برده، یعنی تا یه حدی به هدفش رسیده، دقیقا مثل هک بمب بنزینا ایناست.
اما اگه واقعا مثلا میخواسته یه نتیجه ضربه‌ای بزنه به همون جمهوری اسلامی مستقیما به خود حکومت، دسترسی رو نگه می‌داشت، یعنی چیزی رو منتشر نمی‌کرد که بگه من هک کردم و من چیز کردم. خب دسترسی رو تو از کجا می‌دونی نگه نداشته؟ ممکنه هنوز دسترسی رو داره آخه. الان خب خیلی جور زدن خاموش کردن، خیلی معمولاً این اتفاق میفته، میرن پاک میکنن، میرن چیز میکنن. حالا ممکنه مثلا بر فرضش این باشه که به خب فلان بخشای چه میدونم کدشون، شبکهشون، اونا عقلشون نمیرسه مثلا بگیرن اوکی بکنن، اما ریسکش بالاست. بالاخره هر جوری بخوای حساب بکنید، بالاخره دیگه طرف یه سری نرم افزار میزنه، یه سری اسکنر کلی انجام میده، یه سری متخصص و هزینه زیاد میکنه، از حالا از یه کشور دیگه در دست حکومت بازه دیگه برای گرفتن متخصص حالا ایرانی یا خارجی. و تو این کار کار خوبی میدونی یا کار بدی میدونی؟ یعنی فرض کن تو مبارز یه هکری هستی که مبارز جمهوری اسلامی هستی، یه همچی کاری میکردی اگر بودی میکردی این کارو؟ نکن، بحث این نیست که من چه نظری دارم، بحث اینه که اونا چه نتیجه میخواستن بگیرن، و نتیجه ای که میخواستن بگیرن ضربه رو خود حکومت نبود، ضربهش این فقط میخواستن اون میزان عصبانیات مردم نسبت به مثلا حکومت رو حفظ نگه دارن و یه روال مثلا برنامه‌ای که دارم میگم دقیقا توی همون مطلب هک پم بنزینا بود دیگه. بابا عصبانی، آخه عصبانیت مردم از حکومت، ببین خبر مثلا دیروز که استفاده از فیلتر شکن جرم شد، به حضرت عباس منو بیشتر عصبانی کرد. میدونی یعنی میخوام اینا خودشون اینقدر احمقن که نیازی نیست کاری بکنیم. حالا طرف آره اینم نمیدونم، اما فکر میکنم هدف دیروز همه بس... شمایی که الان با فیلتر شکنجه مجرمی میدونی یعنی چی؟ الان قبل از اینا HTTPS هم جرم بود دیگه، یعنی همچنان HTTPS جرمه و ما دارم همینو میگم. میگم تو از تو بیشتر اصلا نمیشی خبرهای داخلی رو میخونی تا اینا رو. الان فقط یه مشکل دیگه هم هست، اسم من نیست، اسم خانواده من، این پدرم تو تهران بوده، پروندت یا شهرستان بوده؟ شهرستان بود. خب شهرستان نیست، این تهران. فقط تهرانه؟ آره متاسفانه ولی اکثر پرونده ها تهرانه بچه‌ها، اونایی که ما چک کردیم اکثرا تهران. خیلی خب آقا متشکرم. مخلصم جواد جان. خب امیر رو بشنویم. امیر جان. آقا سلام. صدای من میاد؟ نمیدونم. سلام عرض دارم. خوبی؟ آقا ببین نکته اینه که من قبول دارم، من قبول، خب یکم دیلی داریم، ببین جنبه در واقع عمومی قضیه من قبول دارم که خیلی الان شاکی هم، ولی واقعیت اینه که کسی که الان یه اسمی ازش، از خودش و از عمش، از هر کسی توی سایت هست، زیاد ایرادی نداره. یعنی کسی همینجوری من الان نمیتونم برم بگردم اسم احمد رو پیدا کنم و پرونده‌اش رو ببینم، به همین راحتی نیست. سایت هم خیلی کنده چون الان معلومه که بار روش زیاده، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که به نظر من نشون داره میده که علارغم هارتوپورتایی که این دوستان دارن میکنن سر اینکه در واقع آی پی بن میکنن کشور خارج از ایران، در واقع کسی دسترسی به سروراشون مثلا نداره، این محدودیت ها رو میذارن، خیلی هم ادعای مثلا امنیت رو میکنن، این وضعیتشونه که به راحتی پمپ بنزینشون هک میشه، سیستم قوه قضاییهشون هک میشه. این مسائل واقعا چیز مهمیه. از طرفی تو بیانیه‌ای که تو توییتر خود در واقع عدالت علی گفته شده در مورد این هک و توی توضیحاتی که بالای سایت وجود داره، مشخصا بیشتر روی سندهای محرمانه در واقع اشاره شده و تاکید شده. واقعیت اینه که به نظرم خیلی از آدمایی که الان یک در واقع فردی رو دارن که الان در بازداشت، براش حکمی صادر شده و هنوز به دستش نرسیده، از طریق این سایت تونستن پیدا کنم. من یه نفر رو دیدم که توییت کرده که برادر من آمریکاست، اینجا وکیلش رفته پرسش کرده که من مشکلی داره این موکلم که بخواد برگرده، بهش گفتن نه. و جالب اینجاست که توی اطلاعات این سایتی که الان منتشر شده و ملت میتونن بهش دسترسی داشته باشن، ظاهرا برای این برادر این خانم در واقع حکم تعقیب صادر شده و ایشون منتظرن ایشون بیاد آمریکا، از آمریکا بیاد ایران، در حالی که به وکیلش میگه نه هیچی نیست و مشکلی هم نداره و میتونه راحت برگرده. این اطلاعاتی که اینجا هست به نظر بیشتر از این که حریم شخصی افراد رو نقض کنه، هرچند که در عمل میتونه در واقع در
تئوری 100% میشه، ولی در عمل آنچنان خیلی دسترسی ساده ای نیست که 3 میلیون پرونده رو تو این قالبی که اینا اومدن منتشر کردن بهشون دسترسی داشت، دونه دونه بشه تحلیلشون کرد و چیز رو به جای وست کرد و بگیم حریم شخصی کسی مستقیما تحت تاثیر منفی قرار میگیره، به نظر من حرکت مثبتیه که نشون بده چقدر وضعیت اینا فشل، این سامانه هایی که میکنن چقدر وضعیتشون داغونه و چقدر نیاز دارن که روی مسئله کار کنن. ضمن اینکه از طرفی روی اوپننس سرویساشون میتونن خیلی بهتر کار کنن بدون اینکه اطلاعات شخصی آدما منتشر شه، افراد بتونن دسترسی داشته باشن به در واقع مواردی که لازم دارن و لازمه که در دسترس عموم قرار داشته باشن. این حق همه آدماست به نظر من توی خیلی از جنبه‌های توی خیلی از که اشاره همین قضیه هست. من زیاد صحبت نمی‌کنم، دمت گرم که این بحث رو انداختی، ولی در مجموع من فکر می‌کنم حرکت منفی نیست. علارغم نگرانی که بعضی از آدما دارن، من خودم اسمم اونجا دیدم، اسم افراد خانواده‌ام دیدم، بله، ولی چیز نگران کننده‌ای وجود نداره آنچنان. ضمن اینکه من فکر می‌کنم به جنبه‌های مثبتش بیشتر فکر کنید، علارغم همه این مباحثی که دارم مطرح می‌کنم، عدالت علی یه مقدار میتونه روی پی آر یه مثال زدی، بسازی منو با دیلی داری. اونایی که مثبت رو تایتل وار بگو. به مثبت یه موردش رو گفتم دیگه، الان این خانمی که برادرش آمریکاست و به وکیلش گفته شده که هیچ برادرت هیچ مشکلی نداره، به وکیل برادرش این گفته شده که موکلت بدون مشکله، ظاهرا توی پرونده هایی که الان عدالت تعلیم منتشر کرده مشخص شده که برادر ایشون الان تحت تعقیبه و اگه برگرده از آمریکا ایران میگیرنش، در حالی که به وکیلش این چیزی گفته نشده. یعنی طرف منتظرم بیاد. یا در مورد این بچه‌هایی که الان سر این داستانه مهسا امینی دستگیر شدن در جریان اون اتفاقایی که تو اکباتان افتاده، پرونده های اون بچه هایی که اونجا هستن توی پرونده اصلا گفته شده که مشخص بعضی از اینا اصلا معنی تعقیب خوردن در حالی که الان زیر حکم اعدامن. این مسائل چیزی نیست که بشه باشون در واقع ندید گرفتشون. به نظر من نقاط مثبت زیادی داره. باش، خیلی ممنون امیر جان. اوکی، عالی، مخلص، دمت گرم. من یه دو تا نکته مخلصم. آقای جورجندی، من یه دو تا نکته بگم. آره بگو. امیر جان، دو تا مورد گفت امیر که من یه ذره به نظرم جالب بود. یکی این که فکر کنم منظورش این بود که یعنی ممکنه یه نفری یه پرونده توی سناش مثلا نباشه ولی توی اینجا بوده و تو سنا مثلا دیده نمی‌شده. یه چیز دیگه هم این بود که گفت فکر می‌کنم ممکنه یه عده که پرونده دارن حالا به دلیل خاصی بوده، مثلا به خاطر ماجراهای شهریور و اینها بوده، پرونده‌هاشون اینجا نباشه، حالا به خاطر اینکه نمیدونم بیشتر مثلا مرد یه همچین چیزی فکر کنم منظورش بود اگه اشتباه نکنم. نمیدونم اینو براش مثلا سمپلی دارین که یه پرونده‌ای باشه که توی سنا نشون نده، خود فرد نتونه ببینه ولی اینجا وجود داشته باشه. خب خیلی از کسی که خارج کشور هستن سنا ندارن، یعنی احتمالاً کیس نمونه کیشون سنا نداره. یه نکته دیگه هم بگم من برم، اون چیزو پر کرده، اون فرم نمیدونم یه چیزی دارن، چی گلگاف زبونه، چی اسمش، یه سامانه‌ای دارن اونو میزنی بعد اونجا میزنه که تو مشکلی نداری برای دریافتن ایران، یعنی تو ایران مشکل امنیتی نه، خلال دندون گلگاف زبونی هم چیزی اسمش سامانه. جواب تو نکته داشتی بگو. اگر من آخرش بگم برم واسه پایگاه یا نه. من آخریشو بگم برم. این دوستمون امیر یه نکته دیگه گفت که پیدا نمیشه و خیلی سخت پیدا میشه. بله، اتفاقا دیتا خیلی خوب پیدا میشه. فقط یه نکته هم خواستم بگم، اگه اسم کسی رو سرچ میکنین اگه یه داره از یه عربی باید استفاده کنی، یه فارسی بزنی. حالا همین یه کارت مونده بود که بگی به ملت. چون آخه یکی بچه سرچ میکردن این نمی آورد، یاد بدی به ملت یه عربی باید بزنی. همین یه دونه نکته رو داشت که یه سری آدم نمیتونستن اطلاعات بقیه رو ببینن که تو این نکته رو گفتی، راحت کردی ما رو. دست رو در نکنه ها جواد. خب علی رو بشنویم. علی جان بگو. سلام، صدای من میاد؟ آره عزیزم، صدات میاد. خب خیلی عالی. ببین یه موردی که من تو پرونده خودم دیدم، منم اوپن سورس شدم. سامانه رو علی جان، یه سامانه رو بچه‌ها نمی‌شناسن، سامانه گلگاف زمون نیست، سامانه میخک بود. گفتم یه چی بود، یه چیز به قول سینا ولی‌الله میخک. آره میخک، چیه چیزی هست. سامانه هم خیلی خداست. ببین سامانه اینجوریه که میری تو، من رفتم پر کنم،
میگه کجا کار میکنی، آدرس تو آمریکا چیه، درایو لایسنس تو بفرست. بابا تو میخوای به ما بگی ما میتونیم برگردیم یا نه؟ چیکار داریم ما اینجا چیکار میکنیم برادر؟ میخواد اطلاعات دیگه اینجا اونو بگیره دیگه. خب کل اطلاعات تو میخواد. بگو علی جان. ببینه پرونده منم اوپن سورس شده کامل و یه سری پرونده ای بود که تو سنام دسترسی بهش نداشتم و برای من زده بود دسترسی به شخص برای شما ممکن نیست و محرمانه بود. اینجا قشنگ ریخته وسط همه چی رو گفته و چیزی که دیدم، حالا بازم جای شکرش باقیه، اینه که پرونده های کیفریه، فقط پرونده های حقوقی اصلا نیست توش. این بازم خدا رو شکر. خدا رو شکر. خب ببین یه موردی که ببین اینجوری برو، خوب بد زشت اینا شو بگو. چوب دو سر، یعنی لبه عرص دیگه، هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. ببین چیزایی که از توش میتونه در بیاد، یه مثالی که من بزنم چک کردم، یه دوستی بود به من مشاوره میداد، وکیل بود، حالا به فرض خودش من گولشو میخورم، من رفتم کد ملی آقای وکیل رو سرچ کردم اینجا، همه پرونده هایی که داشت برای موکلاش اومد و دیدم یکی از طرفین دعوای من ایشون وکیل اون تو پرونده دیگه ایه. و این اینا خوبه، خیلی اتصال در میاری وقتی که این داده ها واکاوی بشه بیشتر به مرور زمان، خیلی اطلاعات در میاد. ولی بعدش اینه که دیگه همون همه چیمون وسط ریخته. الان شماره تلفن من، یکی به من روی تلگرام میتونه پیغام بده بگه که تو فلانی فلان پرونده رو داری، همون چیزی که شما میگی خودت، فیشینگ رو خیلی باز میکنه، خیلی راحت میکنه. ایناش بده و متاسفانه با مردمی که سطح اطلاعاتشون، حالا نمیگم خیلی بالا، نمیگم خیلی پایین، اینو قضاوت نمیکنم، ولی خیلی راحت میشه فریبشون داد. مردمی که کوروش کمپانی اونجوری فریبشون میده، دیگه حالا داریوش کمپانی میاد فریبشون میده. اینش بعدی، اینش متاسفانه. چیکار کنیم علی جان؟ چیکار کنیم؟ خودت چیکار کردی؟ مردم چیکار کنن؟ من خودم فقط میتونم بشینم دعا کنم که اتفاق برام نیفته. شغل کردی داری لذت میبری؟ شغل کردیم دستمون رو گذاشتیم رو دیوار داریم لذت میبریم دیگه، کاری نمیشه کرد، کاری نمیشه کرد. و یه موردی بگم این اطلاعاتی که هست من بعید میدونم با هک بتونه انجام شده باشه و از داخل سیستم اینا رفته بیرون. یه بار هک میشه سیستمی، دو بار هک میشه، سه بار هک میشه، دیگه سامانه ای مگه مونده تو ایران که هک نشده باشه؟ من خودم تو امریکا هم، ولی همه زندگی من تو ایران وسطه. اینا من احساس میکنم یه جنگ قدرتیه که از توی خود قوه قضاییه است، با توجه به این عدالت علی که قبلا صدا و سیما هک کرده و زندان اوین هک کرده و این چیزها، اینا شدنی نیست از بیرون هکش کرد. فکر میکنم از داخل سیستم اون توهم توطئه‌ای که حالا خیلی‌ها میگن در جان ناپلئونی، کار خودشونه. راننده تاکسی هم شد. علی جان تو همچین سوالتو نمیتونی جواب بدی. خیلی ممنون، چون میخوام از بچه‌ای که کار هک میکنم میخوام بپرسم. کارت که هک و اینا نیست؟ آره نه، کارم هک نیست، ولی هکرها رو دوست داری. هکرها رو دوست داری. مخلصم. خیلی ممنون علی جان. نکته ای داری تو جواب میخواستی بگی؟ محسن تو نکته ای داری؟ بگو. آره چند تا بحث هست. یکی این که الان که این سایت به شدت تحت فشار ظاهره، من متاسفانه میتونم با قطعیت بگم که حالا با توجه به فرمت یارلش هم که دیدم، این سایت داره کرال میشه. یعنی اگر این سایت فردا هم بیاد پایین، این دیگه دیتاش حذف شدنی نیست از کف اینترنت. یه دین رو جمع‌آوری کردن، میفروشن، ترتمیزش میکنن، یه اوضاع خرابیه. مورد دومی که من، یه چرا بچهای فیشر تو گروهشون آتیش از دیشب، همه دارن دنبال نیتان دارن کرال میکنن از دیشب تا دقیقاً. من یه توییتی ریتوییت کردم، محمد یه توییتی رو کد کردم، دقیقاً یه اسکرین از همین چنل همین افراده که دارن از همین الان برنامه میریزن برای اینکه خب ما با چه سناریویی با این اطلاعات بریم فیشینگ کنیم و کلاهبرداری کنیم. و واقعاً وحشتناک سناریویی که دارن در میارن. یعنی مثلا اینکه یه یارو یه پرونده داشته، شما هم دیدی دیگه تو این شرایط مملکت، برای هر کی پیامک میره مثلا شکایت علیه شما، همه بالاخره یه استرس میگیرن، زنگ میزنن به یارو، طرفم اطلاع نداره، آقا شما فلان شکایت فلان سال دوباره مفتوح شده، فلان کارو بیا بکن. یه اوضاع خیلی خطرناکه. یعنی من واقعا نگرانم و با توجه به شواهد این اطلاعاتی که حذف شدنی و جمع شدنی هم نیست. خیلی ممنون. پیو رو بشنویم. پیو عزیز رو بشنویم. سلام، وقتتون بخیر. من حقیقتا زیاد به بحث موضوع اجتماعیش و اینجور چیزا نمیخوام راجبه صحبت کنم، خب بیشتر یه مقدار میخواستم فنی راجبه صحبت کنم. یه سری نکاتی هست. اولا که مردم که هیچ کاری نمیتونن بکنن، این موضوع یک.
راحت باشیم همه. موضوع دوم، این سایته کلن هر دیتایی روی اینترنت قرار بگیره هیچوقت قرار نیست این دیتا پاک بشه، خب، و این دیگه موندگار همونجور که محسن جان گفتن. موضوع سوم، اینکه این اولیش نیست، آخریش هم نیست، که هکایی که انجام میشه وضعیت زیرساخت ایران خوب نیست و این اتفاقا میفته. خب یعنی فکر میکنم بعدی دیتای بعدی که منتشر شه گروخونی مونه. خب یعنی دیگه الان همه چی وجود داره. بعدش هم این موضوع اینسایدر و اینا، خب از لحاظ فنی حالا با توجه به اطلاعات و دانشی که من دارم امکان پذیر می هست که مثلا حالا با توجه که این سیستمشون میگن آفلاین و اینا، از یه چه میدونم ویلن دیگه، یه ونی که دسترسی داره به اون سازمان این اتفاق بیفته. خب ولی خب هیچ گزارشی قرار نیست منتشر بشه و فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما هم متوجه بشیم که چجوری این اتفاق افتاده. و بحث نمیدونم مبارزی و اینا رو هم من حقیقتا کاری باش ندارم. خب و همین نظر من این بود. خیلی ممنون، خیلی متشکرم پیور عزیز. پوریار بشکرم الان گذاشتن و ببخش چی گذاشتن؟ یه اسکرین شات هم از صفحه سامانه ثبت پرونده قضایی مثل این که گذاشتن از موقعی که داشت من... اتفاق میفتاده. من یه نکته هم بگم، من یه نکته فراموش کردم. اگه دقت کنید یو آی این سایت عدالت علی خیلی از یو آی سامانه های داخل ایران بهتره. این نکته رو من فراموش کردم بگم. یکی از بچه‌ها میگفتش که کوئری از خود دیتابیس قوه قضایی کنتره. خیلی ممنون ازت. پوریا رو بشتمی؟ سلام محمد جان. سلام محمد. مخلصم قربان. آقا من یه سوال برام پیش اومده. شما که تو آمریکا هستی میدونی تمام این پرونده های قضایی و کورت و اینا همه پابلیک هستش. میخوام ببینم الان حالا تو ایران همه چی پابلیک شده، پرونده های قضایی، تفاوت این چیه مثلا با اینکه بتون تو آمریکا مثلا پابلیک، حالا اونجا هم پابلیک شده، چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ یا چرا اینجا مشکلی پیش نمیاد اونجا مشکل ممکنه پیش بیاد؟ مرسی. ببین آخه اینجا اگر اینجا اولا که خب سیستم قضاییشون با هم متفاوته، ثانیا اینکه اینجا اگه من بدونم همسایه‌ام هم مثلا یه مشکلی داره حتی برم سرچ کنم ببینم، این جهت اطلاع منه، من نمیتونم علیهش کاری بکنم. ولی شما تو ایران میتونی این کارو بکنی به خاطر اینکه اصلا همچین دیتایی در دسترس نبوده، یعنی انگاری که تو یه جماعتی یه چیز جدیدی رو داری نشون میدی و خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا کسی علیه من نمیتونه اقدام کنه با اون دیتا، ولی تو ایران این متصوره که آدما علیه همدیگه از این دیتا استفاده کنن. توی امریکا اگر از این دیتا استفاده کنن برای اینکه مثلا بخوان طرف رو اطلاعات مالیش رو سرقت کنن، شبکه بانکیش با شبکه بانکی ایران خیلی فرق میکنه. شما توی ایران پولت که بره دیگه رفته توی حساب یه کلاهبرداری، توی حساب یه دونه این فیشرا که بهش میگن بهشتی، اونم سریع تخلیهش میکنه تمومش میره. ولی تو امریکا شما اگر تهش هم قربانی یه کلاهبرداری بشی، میری حساب بانکی بیمه از پول تو برمیگردونی در بسیاری از موارد. زمین تا آسمون این ساختارا با هم دیگه فرق میکنه. اصلا اینطور نمیشه، اصلا امریکا رو با ایران مقایسه نکنید، تو هیچ زمینه ای مقایسه نکنید. اگر میخواد یه الگو ازش بگیرید حتما بگیرید، ولی قابل مقایسه نیستن، چون یه هزار تا لایه دیگه اونور دارن از این مردم حفاظت میکنن. شما اون لایه حفاظتی رو نداری. هنوز که هنوز جمهوری اسلامی با فیشینگ نمیدونم اسمس آقا این سامانه قوه قضاییه بیا پرونده این تو هست، ملت دارن دهنشون سرویس میشه، چه برسیم این که الان دیگه فیشره اطلاعات پرونده هم داره. بعد شما مشکل فرهنگی هم داری اونجا. ببین ساختاری قصه خیلی با آمریکا فرق میکنه دیگه. الان من فهمیدم عمم توی پرونده هست، تایتلشو نمیگم شما نفهمید، اما عمه من اصلا من نگاهم نسبت به عمم تغییر کرد. از دیشب که من فهمیدم عمم تو این پرونده درگیره، من نگاهم به عمم تغییر کرد. خب ببین این قصه فرهنگی است، در صورتی که مثلا تو امریکا احتمالاً این همچین اتفاقی نمیفته. خیلی ساختاری خیلی با هم متفاوته. یعنی هم مردم آمادگی اینو ندارن که این اطلاعات پابلیک باشه، هم اینکه ساختار و دولت هنوز این آمادگی نداره که این دقیقاً نظر من اینه. آره یعنی شما آمادگیشو نداشتی، الان داری به عمق دیتای دسترسی داری که این دیتا در حالات عادی تو بهشون دسترسی نداری. نظر منه، خودتون فکر کنید دیگه، خودتون ایرانی دیگه فکر کنید که مثلا چه ساید افکتی میتونه داشته باشه. تو ایران زندگی کردید، عمقش رو مثلا برید فقط خانوادگی به موضوع نگاه کنید.
شما اصلا دوست ندارید این اطلاعاتو حتی خانواده نزدیکتون بدونن. یه واقعیت دیگه تو خیلی از فرهنگ ها اصلا این میتونه اثرات جانی داشته باشه تو خیلی از موارد، در صورتی که شما الان فرض کن من الان دارم پرونده یه دوستم رو میبینم که این آدم یه نفر رفته به جرم آدم ربایی ازش شکایت کرده، من اصلا نمیدونستم که این یه زنی داشته که این زنه چون این بچه رو برده به جرم آدم ربایی الان ازش اعلام جرم کرده، من نمیدونستم این زنش بوده. میدونی من دارم مثال میزنم ها، الان رفیق من از نظر من آدم روباست، در صورت که اون پرونده اصلا یه پرونده خیلی ساده بوده که یه دعوای خانوادگی بوده بین یه زن و شوهر. من دارم یه کیس نمونه رو میگم. یا همین الان من محمد جورجندی که بارها در مورد پروندهام تو وواموس توضیح دادم، شما الان برو گروه وواموس رو بخون، همه اون پرونده همین توحید سعیدی رو زدن، میگن آقا تو 2 سال حبس گرفتی ها توی نشر عکاسی. این توحید سعیدی کیه؟ در صورتی که توحید سعیدی رو نمیکنه بره تو وواموس سرچ کنه ببینه کیه، رفته اونجا خونده، داره تو گروه وواموس میپرسه. این میشه چی؟ این میشه همون بار فرهنگی قصه که ما یه دیتایی رو میگیریم فکر میکنیم این ته دنیاست، حالا میریم باش آب به یارو فشار میاریم به طرف مقابل که بسته به اینکه اون چه حجمی از این فشار رو بتونه تحمل کنه آسیب پذیره. میدونی برای ایران خیلی قصه متفاوته با اتفاقی که تو امریکا داره میفته. خیلی ممنون ازت. البته بازم فکر کنید به شما، من جواب دقیق جواب من اینه، ممکنه جواب دقیقی نباشه. ماهو بشتم، ماه ایزدیا رو بشتم، این بعد بیام سراغ ساسان. ماه عزیز سلام. درود بر شما جناب جورجندی. یه درود هم برسم جناب طهماسبی و شکرم شبو... صداتون یکم ضعیفه، اگر بلندتر صحبت کنید. چون همزمان صداتون کلاپاس پخش میشه. حتما الان بهتر شد. بله بسیار عالی. شب و روزگار عزیزانم بخیر که توی اسپیس و توی کلاب هاوس هستن. من بحث جالبی بود و با توجه به یک سری از سوالایی که شد و دیدی که خودم داشتم، گفتم اگر به من یه 2-3 دقیقه وقت بدید یه چند کلامی در خدمتتون باشم. بله میشنم شما. مرسی. اولا من با صحبت جناب آقای راد شروع میکنم که تفاوتش رو با امریکا گفتن که همین اطلاعات در امریکا قابل دسترس هست، چیه فرقش؟ ببینید که جناب جورجندی هم به درستی اشاره کردن، اون بحث زیرساخت‌ها و قوانینی که قبلش در واقع برای این پابلیک اطلاعات پابلیک در واقع وضع شده، جلوی خیلی هم موارد من جمله شیطنتایی که الان گروهایی که توی ایران اشاره شد دارن انجام میدن رو میگیره. و مورد بعدی هم باید دقت داشته باشیم که توی بحث اطلاعاتی که منتشر شده، چرا 3 میلیون رکورد و چرا در این نقطه از زمان و مکان، من فکر کنم این بیشترین کمک رو بکنه اگه جوابش رو پیدا بکنیم. که من با توجه به سرچی که خودم داشتم حدودا 2-3 ساعت زمان گذاشتم، اطلاعات یا رکوردی مبنی بر یک اختلاس یک آقازاده بسیار مهم یا نزدیک به یک جنایی خاص حکومت رو نتونستم پیدا کنم بی تعارف. در نتیجه احساس میکنم حتی هم اطلاعات سلکت شده هستش، همین که در صحتش هم شکی نیستش با توجه به اینی که خود شما هم تاییدش کردید یا خیلی هم موارد دیگه. این گلچین شدن اطلاعات بیشتر برای من سوال میشه و اینی که چه گروهی از این هک تو این نقطه از زمان من کار که فکر می‌کنم 2-3 روز دیگه بعد که این رای گیری مجلس، فکر می‌کنم الان این بیشترین برد خبری رو داشته تو چند روز قبل از این انتصابات و فکر می‌کنم بعد ببینیم چه گروهی بیشتر از این هک سود می‌بره یا در واقع موارد سیاسیش حالا به من دیگه واردش نمیشن. مورد بعدی جناب جورجندی، ببینید طبق تحلیلی که خودم توی این چند سال نسبت به گروه های هکی که حالا عنوان کردن یا اومدن بالا داشتم، ببینید اولا یه تعریفی داشته باشیم که اصلا یه گروه هکری چیه، بعد به یه سری از موارد دقت بکنیم. یک انجمن یا یک تشکل از افراد است که دارای مهارت ها و تخصص در زمینه تکنولوژی اطلاعات و امنیت سایبری هستند و برای اهداف مختلفی مانند نفوذ به سیستم‌های کامپیوتری، دزدیدن اطلاعات، اختلال در خدمات آنلاین یا اعمال سایبری به نفع یا برابر با هدف‌های خود فعالیت می‌کنند.
توی این مورد یه مواردیش شامل میشه، ولی من فکر نمی کنم این مثل هک باشه. هک تعریف خودشو داره، ما خارج در واقع یک نفوذی انجام میشه، یک ضربه یا یک دوزی اطلاعاتی انجام میشه، یک انتقال دیتا و بعد تموم میشه بعدش. ولی توی این مورد من فکر میکنم حتی این اطلاعات الان هک نشده، مدت ها پیش هک شده، در این نقطه از زمان و مکان به اون دلایل خاص سیاسی که قبلش گفتم اومده بالا و فکرم نمیکنم مانند هک رایج باشه. مثل صدا و سیما باید باشه، در واقع باید یک نیروی نفوذی در داخل یک شبکه باشه که هم مدت ها پیش شروع کرده به جمع‌آوری این اطلاعات و با توجه به اسم گروه که عدالت علی هست و فعالیت های قبلی و مقایسهش با یه جایی مثل عدالت علی، من فکر میکنم این گروه میتونه گروه مخالف یا روبروی گروه اصولگرایان یا گروه هستی سخت قدرت باشه. این موارد بود که چیز داشت نوشته بودم با شما به قول معروف در میون بذارم. تو میگی جنگ داخلیه، منظورتونه؟ من بیشتر این یه جنگ قدرت میبینم و بعد میگم هیچ چیز خاصی در نیومده اطلاعات که ما ببینیم. مثال میزنم، این همه داره اختلاس انجام میشه تو این سالها، یه دونه از اون رکوردها نیستش، یا حداقل من تو این چند ساعت نتونستم پیدا بکنم، اگه کسی پیدا کرده به من بگه. ولی اطلاعات بیشتر عموم و یک سری از دیتای خیلی خاصی در نیامده. من بیشتر برای همین موضوع میگم که با توجه به مکان و زمانش میتونه چیز باشه. شما اینجا نوشتید هک قوه قضاییه خوب بد زشت، من همش رو میتونم بگم، یه خوبی داره یه بدی داره یه زشتی داره، ولی شما ها اشاره کردید به خیلی هاش. من به این اشاره میکنم که این هک تو این زمان قبل از یه انتصابات به نوعی میتونه یه کمک بکنه به عدم شرکت در انتصابات، برای اینکه داره نشون میده شما روی سیستمی داری میری روش سرمایه بذاری که امنیت ملی که هیچی، امنیت دیتای شهروندانشون هم قادر به تامین کردنش نیست. خیلی ممنون ازت، خیلی متشکرم. یه نکته بذار ساسان بگه بعد من بگم. ساسان بگو نکته بحث تو بگو. سلام عرض ادب ساسان. یه نکته مهم بگم، یه مسیری رو دارم بچه‌ها یه سری غلط میرم. بگو تو ساسان. قربونت. به محمد یه نکته خیلی مهمی که هست، حالا برای این که اصلا آقا این هک این داده ها سوء استفاده و همه اتفاقاتش رو بذاریم کنار، دیگه بهتر میدونی خودت هم که ما شورای عالی فضای مجازی داریم، سازمان پدافند غیر عامل داریم، افتای ریاست جمهوری، فناوری اطلاعات، حراست ها، هر کدوم از اینها خودش دوباره یه سری زیر مجموعه داره و خروجی همه این سازمان ها با هم تهش رسیدیم به اینجایی که به قول خودت اوپن سورس شدیم رسما و همه دیتا هایی که وجود داشته خیلی راحت همه جا ریخته شده. برای همین دیگه به نظرم مهمتر اینه که در بیاد که آقا این سازمان ها واقعا دارن چی کار میکنن و خروجیشون چی بوده ذاتن. یکی دیگه هم اینه که خود این در واقع گروهی که این نفوذ رو انجام داده دو تا دیتای مهم داده، یکی که این دادا از سال 98 تا اوائل 1402 و دومی هم یه اسکرینشاتی رو از صفحه در واقع پلتفرم نرم افزار مدیریتی در واقع قوه قضاییه منتشر کردن که به تبع این یه پلتفرمی که داخل شبکه لوکال خود اون سازمان داره ران میشه، که احتمال اینه که در واقع مشابه اتفاق قبلی که واسه اسنپ افتاد از طریق یه در واقع بدافزاری در واقع دسترسی گرفته شده باشه روی حالا سرویس وی پی ان و شبکه داخلی میتونه باشه، یه بخشش هم میتونه این باشه که نه، یه عامل واقعا نفوذی اینساید به قول محسن این دیتا ها رو دامپ کرده باشه. دلیلی که احتمال خیلی زیاد این دیتا از روی یه سرور برداشته شده باشن از نظر من اینه که توی ریپورتی که این دوستان درست کردن دقیقا ریپورت مشابه در واقع نرم افزاریه که اونجا هست، شما استپ بای استپ میتونی داخل گزارشات رو ببینی، همه عکس ها اتچ ها همه چیز سر جاشه، یعنی دیتابیس و همراه استراکچر فایل ها برداشته شده، برای همین میتونه یکم بزرگتر از این داستان باشه و به قول بچه ها این که الان 3 میلیون پرونده پخش شده صرفا میتونه شروع این بازی باشه، ممکنه در آینده این نزدیک در واقع دیتاهای بیشتر از بخشای دیگه ای از سازمان هم پابلیک بشه به نظرم.
من یه فقط نکته به صحبت ساسان اضافه کنم، این احتمالش وجود داره، چون که الان حالا علاوه بر اون چیز خنده‌داری که بالای سایتشون نوشتن در به حریم خصوصی، گفتن که ما این اطلاعات رو آپدیت هم خواهیم کرد، گفتن رکوردهای جدید به مرور اضافه میکنیم و چیزهای جدید افشا میکنیم و گفتن که به مرور آپدیت میشه این سایت. خیلی ممنون ازتون. من یه نکته بگم دوستان، یه بعضی از بچه‌ها رفتن اینو یه آرکایوش رو نگاه کردن و هیستوری دامنه رو نگاه کردن، رسیدن به یه مؤسسه حقوقی به اسم داداوران عدالت جوان در سال 2019. یه نکته بگم، توی هویس هیستوری کاملا مشخصه که این دامنه ریلیز شده توی تایمی، یعنی این دست این بدبخت بیچاره نبوده، به اینا ارتباطی نداره. این عدالت.org توی تایم تا 2019 دست اینا بوده، یه مؤسسه حقوقی آورده بودن روش بالا و بعد ریلیز میشه. این الان رجیسترش مال سال همین گوشه پوزه های پارسال 12، این آخرهای سال 2023 اینو دوباره رجیسترش میکنن و آمادش کرده بودن برای امروز که ما داریم میبینیم، یعنی یه ذره قدیمیه. آره، ولی این به اون ارتباطی نداره. اسماعیل رو بشنویم. قبل از اینکه اسماعیل رو بشنویم، باز هم سلام میکنیم به سربازان گمنام آقا امام زمان، سربازان عزیز آقا حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام و همه سربازان گمنامی که صدای ما رو میشنون. حضور ما در این جمع صرفا یک تجمع دموکراتیک مردم نهاد هستش و ما هیچ هدفی جز این که ببینیم اسماعیل چی میگه نداریم. بفهم اسماعیل. سلام، خسته نباشید. صدای منو دارین؟ بله بله، صدای شما رو دارین. قرارگاه تشریف دارین؟ دارم میرم خونه از سر کار. نه خوشم دارم کجاست. قربان شما. عرضم به حضورت که محمد جان، ما میخوام بگم که حالا تقریبا تمام صحبت هایی که بچه ها داشتن، این سایدوری بودن این داستان خب خیلی محتمله. فقط نکته ای که وجود داره این هستش که تو این حکایی که اینجوری اتفاق بیفته، شاید یک عاملش بحث این سایدوری باشه، مثلا یعنی همه این دیتا رو شاید اون شخص دامپ نکرده باشه، اون فقط به عنوان انتری پوینت عمل کنه، ما بقیه رو دیگه تیمای هکری انجام بدن. یعنی هکتیویستی که اتفاق میفته، من فکر میکنم توی تحلیل های قبلی که اتفاق افتاده، توی هک های بزرگی که اتفاق افتاده، حمید کشفی تحلیل خوبی داشته. بعد امروز هم یک توییتی کرده بود حمید در مورد این که ظاهرا اینا از مدت ها قبل دسترسی داشتن و نم نم داشتن این دیتا رو استخراج میکردن. من فکر میکنم اگه حمید تو جمع میومد خیلی بهتر میشه، شاید میتونست ما رو ابعاد دیگه از این هک رو مشخص کنه. ولی نکته ای که وجود داره این هستش که حقیقتا بحث امنیتی که اینها ازش صحبت میکنن شاید تو خیلی از لایه‌ها اتفاق نمیفتده و شاید تا الان خیلی مراقبت پنتست در واقع انجام دادن، اینها بعضی از سامانه ها رو اصلا مجاز نبودن که افراد بهش نزدیک بشن. توی یک گزارش قبلا منتشر شده بود، مال کجا بود خدایا، که مال فکر کنم اینترنت دات آیار بود، که اونجا هم یک سری پنتست هایی بود از این سامانه هایی که انجام شده. یکی از سامانه ها سامانه یعنی قوه قضاییه بود و اگر نگاه کنی اسکوپی که اونجا مشخص بود، همه اینها جز مثلا عدالت عدل ایران بود. بعد حالا میخوام بگم تو همون بازه زمانی ما یک داستانی داشتیم در مورد عدل ایران، یه واقعا کاملا دستمون خورد، یعنی اصلا موضوع اینجوری نبود که بخوایم با این هدف بریم بررسی کنیم، دستمون خورد، دیدیم یک دیتای لیک میشه دیگه، ما رفتیم فرایند رو به اینها گزارش کنیم با هزار تا پارتی، با هزار جور رابطه که فردا ما رو تو گونی نکنن، رفتیم جلسه اول با اینا تشکیل دادیم، جوری برخورد شد و ما گفتیم ما غلط کردیم، اصلا ما اومدیم گزارش دادیم، فقط خواستیم بگیم ما مشکل داریم، بریم فیکسش کنیم. و اون اتفاق و اون باگی که ما به اینها میخواستیم بدیم منجر به دیتایی که عدلی میشد از همون سامانه عدلی ایران. ولی تعریفی که شنیدیم این بود که آقا ما داریم سامانه رو تغییر میدیم، خیلی مهم نیست پیوسی که شما بخوایی به ما بگی، همین که الان نکردیم که بونی برو خدا رو شکر کن.
و ما هم گفتیم خیلی دم شما گرم که بارتو گونی نکردیم، اومدیم بیرون و گفتیم که بریم یک دعایی بکنیم دست کی مین دادیم که از این مخمصه نجات پیدا کردیم. میخوام بگم که در واقع بحث امنیتشون من فکر میکنم حتی انتخاب شرکت ها هم سلکتیو بوده، نبوده که هر شرکتی که تو این حوزه آجا رسیدیم به مسجد باید داریم در واقع صاحب نظر دقیقا نکیدم به مسجد حیرت ارخو شاید کنار مسجد واقعا رد شدم. الان صدا خوبه؟ در دیگر از کنار مسجد رد شدم خدایی فوضی رود که خلاصه رو میخوام اینو بگم که گرگ پیری اینجا نجد میدونم و کلن من حرفم این بود که انتخاب شرکت ها برای پنتست هم اصلا رو رزومه و شاید قراردادهای اینها نبوده، بر اساس اون فیلتر بوده که اونها لحاظ میکردن که براشون خدمات امنیتی انجام بدن. همین دیگه، من خواستم همینو بگم. خیلی ممنون. من یه نکته در مورد ادامه اون بحثم بگم. دوستان دامنه هویس هیستوری رو که نگاه میکنی، دامنه به صورت مشخص سال 2017 توسط یه گروه ایرانی رجیستر شده، یه مؤسسه حقوقی، خیلی مشخصه تو هیستوری که نگاه کنی. مثلا 23 جنوری 2020 سایت رفته تو حالت پندینگ دلیت. و یعنی چی؟ یعنی دامنه دلیت شده و رفته این که دوباره دراپ شده که این یکی دیگه رجیسترش کنه. بعد که هیستوری نگاه میکنی دقیقا 11 دسامبر 2023 دامنه دوباره رجیستر شده، یعنی 11 دسامبر 2023 اینا میدونستن که میخواستن این کار رو بکنن، رفتن این دامنه رو انتخاب کردن و رجیسترش کردن. لذا از رو اطلاعات دامنه شما به هویت مالکین و افراد پشت این داستان نمیتونید برسید. اگر کسی دوستی داره دنبال میکنه این موضوع رو حتما من نظر قرار بده که یه وقت خدای نکرده اون گروه رو داستانش نکنه. خب حمید پیش ماست، بزن حمید رو بیارم بالا. خب حمید اسمش اومد، حمید هم اومد دیگه. حالا که حمید اومد که دیگه من اینجا اعلام میکنم که ما فقط یه کار اجتماعی داریم میکنیم، به هیچ عنوان هیچ قصدی نداریم. ما یه سری پیرمردیم که فقط نشستیم داریم خبرها رو دنبال کنیم. حمید جان سلام. سلام برمگی. بله بله صداتو داریم همینجا. من اول رسخواهی بکنم اگر احیانا صدا گریه بچه اومد وسطش دیگه با عرض پوزش دیگه کارش نمیشه کرد. از مرسی قربونه. از الان نشسته داره تو بحثا شرکت کرد. همه تون از من عقب ترین ها، همه تون تو همه تون از من عقب ترین یادتون باش. من یکی قربونه من یکی دو تا مورد فقط برقی بگم، حالا اگه بقیه دوستان چیزی داشتن کم و زیاد اضافه بکنن. اول در مورد سابقه این داستان، من تقریبا مطمئنم که اینا حداقل از 2 سال اگر نه بیشتر، اگر بیشتر نه دسترسی داشتن. دلیلش هم خب سابقه همین کانال و چیزایی که توی این بازه زمانی 2 سال اخیر لیک شده و دیدید خیلی نامه‌های انتخابی و چیزایی که مشخصا از همین سیستم اومده بیرون رو لیک کردن، مثل همون داستان توی اعتراضای اخیر که بود و چیزایی که از پزشک قانونی میومد بیرون یا نامه‌هایی که میومد مربوط به همچین سیستمی بود. اگر نگاه بکنید حتی پترن اصلا نامه‌ها، نوع نوشته‌هایی که از قبل اومده تقریبا میشه گفت با اطمینان زیاد که داره از همچین جایی میاد بیرون. بنابراین من فکر نمی‌کنم اتفاقی بوده که توی مثلا 1-2 هفته اخیر یا حتی 1-2 ماه اخیر این قضیه افتاده باشه. این موردی هم که گفتی دامین رو دسام رجیستر کردن خودش باز یه تایید دیگه رو همین داستانه که این چیز جدیدی نبوده که اتفاق افتاده باشه. موضوع دیگه اینه که حکای اینجوری مثال داستان مجلس اینجا، ریاست جمهوری یا خیلی جای دیگه که لنگ در هوا شدن تو این چند سال اخیر، یه اشتباهی که خیلی ها، حالا خیلی ها نمیشه گفت، یه بخشی میکنن چه تو کار فورنزیکس چه تو کار بررسی اصلا این اتفاقا، اینه که برمیگردن و 1-2 هفته 1 ماه قبل نگاه میکنن که ببینن چی شد که اینجوری شد. در صورتی که کیس های اینجوری وقتی پیش میاد، وقتی یه گروهی میخواد همچین عملی انجام بده، چیزی نیست که این هفته تصمیم بگیرن اوکی امروز بشینیم فلان جا رو بزنیم، 1 ماه بعد دیتاشو دامپ بکنن. حالا ممکنه توی کیس های کوچیک همچین اتفاق بیفته، ولی جاهای بزرگی مثل این سازمان ها و این مجموعه ها که
اتوماسیون اداری دارن، پورتال دارن، دبیرخانه محرمانه دارن، این داستانا رو دارن. چیزی نیست که چهار تا اسقر و جواد محمد امروز بشینن دور هم تو توییتر چت کنن، تو تلگرام به هم پیغام بدن امروز بشینن قوه قضاییه رو بزنیم، آره بشینیم، هفته بعد دیتاشو دام کنن. اینجوری نیست. چند ماه قبل برنامه‌ریزی میکنن، معمولا از چند ماه قبلش الان سعی میکنن دسترسی بگیرن، حالا یا مشکل پیدا بکنن یا از طریق سپلای چین افک همچین کاری انجام بدن. و نباید اصلا به چند هفته اخیر نگاه کرد. یه دلیل دیگه هم که من باز میگم این دسترسی از قبل وجود داشته و الان تصمیم گرفتن حالا به هر دلیلی دامپش بکنن، اول خب نزدیک به انتخابات، این یه چیز مشخصی دیگه، خیلی نیاز به توضیح نداره که چرا زماندهیش، زمانبندیش و زمان ریلیزش الانه. و اینکه چرا قبلا این کارو نکردن، خب قبلا تو کل این داستان و شلوغی ها و بگیر و ببند و این داستان بوده، ارزش اطلاعاتی داشته واسه اینا و واسه بقیه. معلوم نیست این اطلاع قبلا با کی شیر شده، این بخشش که عمومی نیست دست کیه، به کیا فروخته شده، به کیا فروخته نشده، با این اطلاعات چی کار کردن، به کجا درز دادن، به کجا ندادن. خب همه اینا باعث میشه که یه ذره با دقت بیشتر باید بهش نگاه بکنیم که تا این زمان، تا قبل از اینکه کل این عمومی بکنه، که الان هم کلش عمومی نکردن. الان اگر برین شما نگاه بکنید، یکی دیگه دوستان من اسمشون رو فراموش کردم، گفتن که دیتا ناقصه. درسته دیتا کامل نیست و این چیزی هم که نوشتن که برای رعایت پرایوسی شهروندا مثلا یه بخشی از پرونده ها رو فیلتر کردن، این یه ذره از نظر فنی اگر کسی کار تحلیل دیتا بزرگ کرده باشه، حالا من چندین سال این کار میکنم، تمام این نشریه های اخیر رو زیر و بالا میکنیم، حالا با چند تا دیگه از دوستان، آماری اطلاعاتی همه چیز تطویش در میرسن میکنیم، میبینیم چی شد که این در اومد و چه اطلاعات جالب میشه از توینه در ورد به نتیجه گیری که اردازش. سر این تقریبا من با اطمینان میتونم بگم که از بین 3 میلیون پرونده، اگر فرض کنیم عدد واقعا همینه، این چیزی نیست که شما بتونید یه عده آدم رو بسیج بکنید، آقا برو دونه دونه تو این پرونده ها بگرد اسم آدم ها رو خط بزن یا فلان فایل رو ادیت کن که مثلا این محتوا توش نباشه، چون اول خیلی پراکنده است دیتا، دوم چیزی نیست که روتین باشه و شابلون بذار روش بگی هرچی این کلمه توش اومد فیلتر کن. بنابراین از نظر فنی خیلی عقلانی نیست که فکر بکنیم که اینا نشستن دیتا رو فیلتر کردن و یه سری چیزها رو حذف کردن. بعد این سوال پیش میاد که اصلا ملاک اینا واسه حریم خصوصی چی بوده؟ ملاک اینا واسه این که اطلاعات شهروند حالا یا شخص خاصی به خطر میفته به واسطه نشت این اطلاعات، ملاک این ارزیابی اصلا چی بوده که حالا یه سری نامه فیلتر شدن و چند درصد این نامه فیلتر شدن؟ این یه مورد. مورد دوم اینه که اگر شما برید کیس های خاص رو دنبال بکنید، حالا یه سریش خود محمد ممکنه در جریان باشه، یه سری من ممکنه در جریان باشم، هر کی برای خودش چند تا مثال داره، شما اگر برید اینا رو نگاه بکنید، به طور جالبی چیزایی که حالا توی سایت اعلام شده که چیزای محرمانه و فوق محرمانه هم داخل این پرونده ها هست و یه سریش هم سرچ کردم از نظر حداقل طبقه بندی لیست شده، ولی یه سری موردهای شناخته شده رو من شخصا چک کردم، هیچ اسمی ازش نیست، اسم خود من این تو نیست مثلا. این جالبه. مورد دیگه هم این که حالا سر همه این داستانا یه عده میگن آقا باگ بانتی، یه عده میگن پنتست، خب اینا درسته مقطعی اگر بخوایم نگاه بکنیم هست، ولی واقعیت دو تا مورده. اول اینکه هر کدوم از این ارگانهای دولتی اگر کسی اراده بکنه بزنه، کسی که میگم لزوماً APT های خفن و گاورمنت ایجنسی ها نه، حتی من نوعی، منی که چند سال نشستم انگولک کردم بلدم چیزو از چیز تشخیص بدم، اگر کسی واقعا اراده بکنه از هر کدوم از این سیستما دسترسی بگیره، در عرض چند هفته، یه ماه، دو ماه، این دسترسی گرفته میشه. این یه مورد. مورد دوم این که خیلی من نمیدونم چرا دنبال اینسایدر تریت میگردن، دنبال اینسایدر اتک میگردن. واقعا اصلا لازم نیست همچین چیزی. همین سازمان رو اگر شما نگاه بکنید، همین مجموعه‌ای که الان دیتاش دام شده، شما سابقه این فرما و این حکمایی که به آدم ها میدن رو نگاه بکنید. من یه قلم نشونی فقط میدم. این پرینت شما هر جور بهتون پرینت دادم توی سیستم قضایی، اون تهش برید نگاه بکنید، یه دونه آدرس HTTP فلان فلان IP داخلی سازمانه تو تمام این استعلام هاینه که میگیرین هست. این سر همین نخوشون رو بگیری تا آخرش بود. دوم این که تمام این داستان ها من قبلا هم گفتم،
بخش خیلی از اینا رو شبکه دولت هم اکسپوز هستن، یعنی خیلی از این دیتا هایی که لیک میشه اصلا چیزی نیست که روی اینترنت هیچ اینترفیسی براش وجود داشته باشه یا پورتال اینترنتی وجود داشته باشه، اینه سامان های داخلیه. ولی خب میبینیم که مثل میدون میوه تروار قشنگ با وانت میرن کل اون سرور و کل دیتابیس و کل کپی دیتابیس اتوماسیون مهرمانه رو کپی میکنن، کفش هم تی میکشن قشنگ تمیز براق میدن تحویل مدیر شبکه، میان بیرون شروع میکنن دامپ کردن. مثلا اون گروه قیام سرنگونی و حالا گنجشک درنده و بقیه. اینم باز نشون میده که کار کار جدیدی و کار لحظه‌ای نیست، چیزی که قبلا وقت گذاشتن مکانیزم حالا چیز خیلی خفنی نیست فنی، ولی خب همین که نشستن وقت گذاشتن و مثلا رویه دیکریپت کردن این اتوماسیون های محرمانه رو، حالا نمیدونم دوستان که سرکله زدن احتمال بهتر آشنا، صرف این که شما یه دیتابیس رو دامپ بکنی ممکنه همه داستان دست در نیاد، یه سری ریزکاری داره که باید انجام بده. نشون میده که این گروه هایی که حالا سر مجلس سر نهاد ریاست جمهوری یا جایی که دیتا رو دامپ کردن این پروسه رو طی کردن، با این نرم افزارا آشنان، اینو سر نخاشو به فرض مثال توی هکر ریاست جمهوری اگر برید ببینید اسم یه سری سامانه ها و یه سری ماژول های نرم افزاری آورده شده. من قبلا فکر کنم اسکرین شات توییت کردم که این اصلا شما سرچ بکنید اطلاعات عمومی و پابلیکی نیست. حالا نهاد خیلی وقتا سامانه داخلیشون میارن بالا میکنن تو بوق کردن که آره ما فلان سیستم آوردیم بالا که کار مردم رو الکترونیکی راه بندازیم، ولی یه سری از این بخش ها یه سری از این ماژول ها چیزیه که فقط استفاده کننده اون سیستم نه حتی کاربر معمولش، مدیر شبکه اون مجموعه یا دیولپر اون نرم افزار اینا رو میدونه. و خب شما میبینید که اینا خیلی شیک نشستن تو اسلایدشون گذاشتن که آره فلان ماژول ها ما دسترسی داشتیم، دیتا رو از فلان قسمت درآوردیم. این نشون میده که دسترسی کامل به اون اتوماسیون ها اینا داشتن. حالا این داستان عدل یه ذره ساده تره به خاطر اینکه این پورتالی که این دیتا رو ازش دام کردن به نقی در دسترس مردم بوده، ولی خب ادعا کردم که یه سری داکیومنت دیگه و توصیه های دیگه هم بوده که باید ثبت کرد و دید. و اگر اون اتفاق افتاده باشه که من تقریبا مطمئنم اینا تا فیا خالدونش رو در آوردن، اون هم چیز غیر منتظری نیست که ببینیم. مورد بعدی این که همین دیتایی که دام کردن همین سایت هم اگر نگاه بکنید اصلا استراکچر دیتا ویس خامه، یعنی همون مدلینگ پرزنت کردن دیتا از توی نرم افزار که پورتال اصلی داره استفاده میکنه، زیر شاخه بودن اون ثرد نامه رو اگر بهت نگاه بکنید خیلی شبیه به نرم افزار اصلی. حالا من دسترسی الان با اون دقیقا پورتال حالا اسمم نمیارم، دقیقا به اون پورتال و کدش حضور ذهن ندارم که آیدی مثلا نامه ها چجوری داره جنریت میشه، ولی اگر کسی دسترسی داشته باشه و بره فرمت مثلا یونیک، چون هر کدوم از این داکیومنت ها و هر کدوم از این اطلاعات که رکورد های دیتا یه یونیک آیدی دارن، فرمت جنریت کردن این یونیک آیدی ها رو شما الان اگر برید مقایسه بکنید و مطابقت داشته باشه با اون برند اون نرم افزار برند اون پورتالی که دارن استفاده میکنن، خب خودتون جواب سوال خودتون رو میگیرید که آشو با جاشو کپی کردن آوردن. اینم در جواب یه سری سوال یه سری دوستایی که حالا شبهه داشتن که نه اینا دسترسی کامل نداشتن و ناقص دامپ کردن، اگر داشتن مثلا چه میدونم اسکرین شات از ریموت استاپ میذاشتن و از سرور میذاشتن، نه اصلا احتیاج نیست به این داستانا. موضوع دسترسی گرفتن و تک کردن همچین سیستمایی خیلی وقتا اصلا شما لازم نیست که دسترسی مدیر شبکه بگیرید، خیلی وقتا اصلا لازم نیست شما دسترسی روت بگیرید، دسترسی آر دی پی بگیرید از یه تارگتی. هدفتون یه سری دیتا، شما از هر طریقی به اون دیتا رسیدید کارتون تموم شده دیگه، اصلا معنی نمیده که کسی بخواد بیاد دیفیس بکنه، کسی بخواد بیاد وایپ بکنه، کسی بخواد بیاد نمیدونم اسکرین شات از کامند پرامپت ویندوز و آی پی آدرس و اینا بذارید، اصلا بی معنیه تو این اسکیپ. اینم یه موردی بود که گفتم شاید لازم باشه یه سوال ازت بپرسم. همین تو اگر اینا جانب. دنبال کردید نظری داری که اینا کیان، یعنی این گروه هکری اینا به کجا وصلن، کیان، چی میخوان؟ یه سری چیزا دارم، یه سریش ترجیح میدم عمومی گفته نشه به دلایلی، ولی خب به نظر از نظر سیاسی مستقل تر از جاهای دیگه مثل حالا گنجشک درنده یا این گروه قیام سرنگونی. اون دوتا خب تکلیفشون مشخصه، گاورمنت ایجنسی هستن، اینو با اطمینان زیاد میگم و دلیلش هم قبلا مفصل گفتم، ولی خب این گروه به نظر میاد گرایش داخلی رو بیشتر دارن و اینکه یه ذره به نظر میاد مستقل تر هستن. حالا ممکنه نوع
حکایی که کردن، حالا داستان صدا و سیما یه ذره کیس خودش جادر آدم راجبش بیشتر صحبت بکنه. حالا یه سوال ریسکی‌تر بپرسم ازت، با هم جواب بده. ببین تو جنریت هکرای ایران، جنریشن هکرای ایران، این که نسل اولش ماها بودیم، اونه که علاقمند بودن تا الان، آیا گروهی بودن که بتونن دور هم جمع شن علیه حکومت کاری بکنن؟ آره چرا که نه، به نظرم زیاد هستن همچین گروهی. کما اینکه نمونهش تو خیلی کشورهای دیگه هم شما میبینید، مثلا روسیه برید نگاه بکنید، اوکراین نگاه بکنید، برید تو ایران میگم. تو ایران واقعا همچین نشانه هایی تو داری که یه گروهی؟ آره هستن. من الان مشخصا اسم نمیارم که معلوم بشه کی به کیه، ولی هستن گروهایی که جمع شدن، هر کی دور بر خودش سری کار انجام داده. و یه موضوع دیگه که به نظرم مهمه بهش اشاره بکنیم اینه که درست ظاهر بعضی از این حمله ها خیلی پیچیده و خفنه، ولی اگر کسی آشنا باشه با رویه یه همچین کارایی، دست به آچار باشه با قول معروف، نمیخوام زیر سوال ببرم توانایی بعضی از این گروه ها رو، مثل این کسی که اتفاق افتاده، ولی رویه کار شما اگر راه و چاهش رو بلد باشید خیلی عجیب غریب و جادویی نیست همچین کارایی. مثلا کسی دوربینای زندان ببین، خب همه میگن این که اصلا رو اینترنت نیست و چیزی نبوده و نمیدونم آدم رفته یو اس بی زده و فلان، این اصلا از خبرا نیست. یه کسی آشنا باشه با رویه کار، اصلا با روال مدیریت یه شبکه سنتی تو ایران، شما اگر آشنا باشید میبینید که 10 تا شرکت متفرقه به شبکه شما دسترسی دارن، هر کدوم از اینا برای خودشون یه بکدوری گذاشتن که تکنیکال ساپورت بدن و راه داشته باشن واسه سرویس کردن خدماتی که دارن میدن. داستان زندان ببینم، به نظر من چیز مشخصی پیدا نکردم، دنبالش هم نبودم، ولی سمپل، این که میگم چیز مشخص منظورم مثلا باینری سمپل یا اسکریپت و این چیزای، ولی با توجه به چیزایی که عمومی بوده، بقیه هم دیدن، منم دیدم، به نظرم یه سپلای چین اتک ساده بوده، از این نظر که یه شرکتی پیمانکار راه اندازی این دوربینا و این داستانا بوده، از طریق اون شرکت اینا دسترسیشون گرفتن و خب پخش کردن توی شبکه و سیستما رو وایپ کردن و همزمان هم همونجور که رکورد میکردن اینا سلفی گرفتن با وایپ شدن سرورها و اون فیلمی که از اتاق کنترل مانیتورها همه یادشون هست احتمالا که پاپ اپ روی صفحه نمایش بود که لوگوی گروهشون رو نشون میده. و این نشون میده که دسترسی مداوم بوده، چیزی نبوده که اینسایدر اتک نبوده که یه یو اس بی بزنه کار تموم بشه، لایف تا لحظه که سرورها رو وایپ کردن اینا اکسس داشتن. این یه جور دیگه تایید همون داستانیه که اصلا اول اینسایدر اتک لازم نبوده، دوم اینکه دسترسی اینا لایو بوده، دسترسی لایو هم چجوری فراهم میشه؟ از طریق این شرکت متفرقه که خدمات میدن به خیلی از این ارگانهای دولتی و شرکت خصوصی. من تقریبا مطمئنم این داستان هم حالا ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه توی جمع نیم خصوصی دیگه من گفتم قبلا شبکه دولت خیلی عرضه طویله و خیلی زیر مجموعه داره و خیلی سرور و سخت افزار و نرم افزار داره. از نظر فنی اینو من بر اساس تجربه خودم میگم، ممکنه کسی خلافشو بهم ثابت بکنه، ولی خوشحال میشم این اتفاق بیفته. با توجه به چیزی که تو ایران دیدم، تو نمونه های مشابه خارجیش دیدم، از نظر مقیاس شبکه دولت و از نظر تعداد سیستمایی که بهش وصل هستن، تعداد متنوعی که نرم افزار وجود دارن، آدمای بی سوادی که درگیر مدیریت بخش مختلف این شبکه هستن، شبکه دولت الان مشخصه که آلوده شده، کامپرومایز شده و هر از گاهی میبینیم یکی از این نودایی که به این شبکه مشخص وصل هستن که ارگانهای دولتی میشن، وزارتخونه ها میشن، سازمان ها میشن، اداره ها میشن، هر از گاهی میبینیم یکی از اینا غنچه میده، دیتاش داره دامپ میشه. این هم مثل سریالی ادامه داره، حالا هم ادامه خواهد داشت. و چیزی نکته مهمش اینه که نظر من اینه که امکان پاکسازی این شبکه تو ایران از نظر فنی برای دولت وجود نداره به همین سادگی. دلیلش هم اینه که تا زمانی که اینا میخوان پوینت شرکت A رو بخوان بیان پاکسازی بکنن، اون کسایی که دسترسی دارن بساتشون رو جمع میکنن میرن روی سرور B، تا وقتی هم اونجا رو تمیز کنن میرن روی C. این یه داستان. داستان دیگه این که خیلی از این گروه هایی که حالا یه ذره حرفه‌ای تر کار میکنن یا حتی APT ها و اکتور دولتی، مثلا قیام به نظر من گروه متفرقه نیست، این یه اکتور دولتی پشتشه، از پراکسی مجاهدین خلق دارن استفاده میکنن تحت قالب اونم. قبلا حالا توی صحبت انگلیسی زیاد گفتم، ولی مجاهدین خلق اصلا چیزی نیستن که توان سایبری مشخصی نداشته این گروه هیچ وقت. یه هایی نمیشه از زیر بوته یه گروهی سبز بشه که کارهای خیلی جالبی انجام میده، حک معمولی هم نبوده. یکی از دلایلی که میگم این کار حساب شده بوده مشخصا در مورد این گروه، شما مثلا کیس صدا و سیما رو اگر برید نگاه بکنید،
نرم افزار نوشتن، یعنی اول که دسترسی داشتن به سری اطلاعات چه نرم افزاری دقیقاً استفاده میشد، دوم اومدن یه سری ماژول برای نرم افزار نوشتن که پخش زنده رو هایجک بکنه. خب اینا نشون میده که کار تحقیقاتی خوب انجام شده از در قبل از این اتفاق هایجک کردن پخش زنده صدا و سیما، و در نهایت هم حالا خود اون دسترسی گرفتن آخرین یعنی ساده ترین بخشش شاید اون بوده. این نشون میده که چیزی نیست که یه گروه متفرقه، حالا چند تو اون کمپی که مثلا حرکت نمایشی زدن ریختن یه سری کامپیوتر جمع کردن و مسخره بازی بود به نظر من، اصلا احمقانه بود تو اون کمپ بگردی دنبال نشونه های حمله سایبری به ایران، بهونه بود به نظر من برای که ایران بخواد حالا یه سیخ دیگه به گروه مجاهدین قلق بزنه. بر دلیلی برگردیم به صحبت اصلی که اصلا این گروه به نظر من خودش مستقل نیست و تحت عنوان مجاهدین خلق دارن فعالیت میکنن. حالا این وسط به این کارها اصطلاح میگن فالس فلگ اپریشن، چیز خیلی عادیه توی سایبر وار. ایران هم خب با جنگ داره با چند تا کشور دیگه تو این زمینه، چیز عجیب غریب و ناشناخته نیست و اینم به نظر من زیر مجموعه همون فالس فلگ اپریشن ها و داستانش یه ذره متفاوت با عدالت علی. برگردم به اون داستان شبکه دولت، گروه های مثل این قیام سرنگونی، مثل گنجشک درنده، حالا یا خیلی چیزهای دیگه هست که اتفاق افتاده صداش عمومی در نیومده، دیتا رو بار کردن بردن ولی خب هیچ وقت عمومی عنوان نشده به هر دلیلی. خیلی چیزای دیگه هم هست که بی سر صدا تر بوده، اگر نه فقط اینایی که دیتاشون لیک شده نبوده کیسه که شبکه دولت ایران هک شدن. برگردم به موضوع اصلی شبکه دولت، این که خیلی از این گروه ها اصلا نوع دسترسی که به شبکه ها و زیر ساخت دارن تو اون اصلا فاز تو اون لول نیست که گروه های فارنزیکس ایرانی و شرکت فارنزیکس ایرانی دارن دنبالشون میگردن. اینا دارن میگردن دنبال بکدور تو ویندوز، دارن میگردن دنبال چه میدونم اسکریپت وایپ روی سرورای ویندوزی فلان اینا، در صورتی که خیلی از این گروهای پیشرفته اصلا توی وادیا عمل نمیکنن. طرف میاد چه میدونم روتر سیسکو رو روتکیت روش نصب میکنه، شو میره مثل همون نمونه‌ای که شرکت پادویش بود اگه اشتباه نکنم، روتکیت این اچ پی آی ال او رو اومدن پابلش کردن در موردش، نمونه کار اصلی اوناه و حالا شما برو 1000 تا آنتی ویروس رو شبکت نصب کن، این وقتی KVM سویچ تو ساپورت نمیکنه یا اصلا ساپورت هم بکنه، وقتی طرف اومده روت کیت نوشته واسه KVM سویچ تو میخوای چیکار بکنی؟ دستت به جای بند نیست. داستان شبکه دولت هم همینه به نظر من. خیلی از این انفراستراکچری که کامپرومایز شده خیلی عمیق به نظر من دسترسیاشون اینا جا کردن و با وایپ کردن سرور و با عوض کردن ویندوز و با این داستان ها مشکلی حل نمیشه. چرا؟ چون این اومده فرمور لیول، هایپروایزر لیول یا توی بخش سخت افزاری اومدن یه سری ایمپلانت نصب کردن، تا حالا برو 10 بارم روتر تو فلش کن فرمور جدید بذار، یا رو خیلی سوسکی میاد دوباره اپگرید میکنه روز از نو روزی از نو. و دلیل این که میگم امکان پاکسازی از نظر فنی تو ایران وجود نداره و این داستان ادامه خواهد داشت همینه دقیقا. چرا؟ چون جایی مثل آلمان، مثل امریکا، مثل کانادا، جایی دیگه وقتی همچین بلایی سرشون میاد کل شبکه رو از بیخ سخت افزاری عوض میکنن. یعنی یه جایی مثل مورد مشابه این چین حمله کرده بود به شبکه داخلی وزارت دفاع آمریکا و یه سری روتر سویچ رو کامپرومایز کرده بود، اینا اومدن چند هزار تا سویچ و روتر رو سخت افزاری ریپلیس کردن. دیگه اصلا چیزی نیست که معنی نمیده نرم افزاری اینا رو وایپ بکنی. چرا؟ چون مطمئنن که یه سری از این وکتورهایی که میذارن واقعا قابل پاکسازی نیست، چون اول پروسه فنی خیلی پیچیده‌ای داره، دومی که اصلا مطمئن نیستی که تو تونستی این کار رو انجام بدی یا نه. حالا برمیگردم مثال اینی براش میارم، ولی داستان ایران هم به نظر من همینه. خیلی از این دسترسی که گرفته شده دسترسی های عمیقه و چیزی نیست که با عوض کردن ویندوز و با آنتی ویروس داخلی و چه میدونم این گزارش های نستره که افتا میفرسته فلان جا رو برید چک بکنید و این TTP هایی که میفرستن و این IOC هایی که میفرستن خالبازی اینا واقعا در مقایسه با کاری که داره انجام میشه و اتفاق افتاده. و جمعش بکنم این که آره این داستان حالا ادامه خواهد داشت و برید پاپ کورن بخرید دیگه. مردم چیکار میکنن؟ مردم کار خاصی واقعا نمیتونن بکنن. اینو گفتم اولش، اگر کسی تارگتش این باشه که یکی از این ارگانهای دولتی رو بزنه میزنه، شما بالا بری پایین بیای در شبکه‌تو ببندی، نرم افزار ایرانی استفاده بکنه، خارجی استفاده بکنی، آنتی ویروس نصب کنی، وقتی کسی تصمیم بگیره که دیتا شما رو دامپ بکنه این اتفاق برات میفته. شما سر این که دامپ نکرده، پخشش هم کرده، مردم چیکار کنن الان؟ دیتای من اینجاست، چیکار کنیم؟
واقعا این به جز آگاهی رسانی، خب یه بخشش برمیگرده الان به ارگانهای دولتی ایران که باید جلوی اینو بگیرن، جلوی این که میگم جلوی نشت نه، کمک به آگاهی رسانی، این که به فرض مثال نمیدونم حالا دیدی تو توییتر یا نه یا تو تلگرام همین چند روز اخیر یه عده جمع شدم که ای ول دیتا جدید دامپ شده بریم ازش واسه فیشینگ استفاده بکنیم. ولی خب از اون ور تو خودت چند ساله داری جار میزنی که شبکه بانکی بیاد مثلا جلوی این گروه های فیشینگ رو بگیره. جواد خودش مثلا چند بار وقت گذاشته یا محسن توی این اپلیکیشن های آلوده که پخش میشه سعی میکنن اطلاعات مردم سرقت بکنه. خب اینو وقتی صاحب نداره مملکت، کسی نمیاد اینا رو جمع جور بکنه، از من نوعی شهروند عادی کار خاصی بر نمیاد به جز این که دقت بکنم کجا اطلاعاتم رو وارد میکنم، کی به هم زنگ میزنه، چجوری اعتبار سنجی بکنم اون تماسی که به من گرفته میشه. ولی خب واقعیت اینه که چون حجم اطلاعات زیاده، حجم جزئیات زیاده، تو همون حالت عادیش هم خیلی واقعا اسیر و قربانی فیشینگ و سوشال انجینیرینگ میشن. الان دیگه با این حجم دیتایی که اومده بیرون خب بیشتر هم میشه. ساده‌ترین راهکارش اینه که واقعا اگر کسی سوالی تماسی با شما میگیره، به نظرم اگر ایمیل میزنن، اگر از جایی با شما حتی با شما برای ناشناس تماس میگیرن، آقا ما اطلاعات شما آقای فلانی هستی، بله، کد ملیت اینه، بله، آدرست اینه، بله، پس اینقدر مثلا پول بهم بده یا طبق این ما میخوایم مثلا برای تو پرونده تشکیل بدیم، اگه نمیخوای پول بریز مثلا جریمه نقدی تو اینجا بده تا ما کیس تو ادامه ندیم. خب خیلی ها وقتی اطلاع ندارن سعی میکنن کیس ساده حلش کنن، پول رو میدن یا جریمه رو میدن. این اتفاقی که خواهد افتاد و هر چقدر منو تو آموزش بدیم اینجا راهکار بدیم، اول خب یه بخش زیادی از این مردمی که قربان این داستان میشن اصلا مخاطب منو تو نیستن، اصلا دنبال این نیستن که آقا بگردیم تو توییتر و توی تلگرام بگردیم حالا آخرین راهکار امنیتی برای مقابله با فیشینگ چیه و کی داره اینو تو. اصلا آدما درگیر زندگی بدبختی خودشون هستن، میدونی خودت بهتر. منو تو اینجا هر چقدر بشینیم قصه بگیم با اون کسی که در نهایت قربانی این داستان میشه این صحبت ما نمیرسه و فرقی نمیکنه منو تو اینجا چی بگیم و چی کار بکنیم. این رویه ادامه داره. کسی که باید جمعش بکنه متاسفانه خودش دزده و مملکت هم صاحب نداره و ارگانایی که قرار بوده اینا رو جمع جور بکنن چند سال الان داریم جار میزنیم که کار رویه که افتا و جال ارگانای مشابهش پیش گرفتن آب تو آب هم کوبیدن. اصلا راهکارهای امنیتی که میدن اصلا قابل استفاده نیست تو سطح کلان برای کشور. نمونهش همین وب شل اسکنری که چند وقت پیش در موردش نوشتم و دیدم، اومدن یه ابزار ویندوزی بدون هیچ راهنما و چیز خاصی نوشتن که آقا اینو ران بکن رو سرور ویندوزی وب شل رو اسکن میکن. خب اول که خب خود انجین این یه پکیج اوپن سورسی بوده، اینا اومدن واسش اینترفیس نوشتن. دوم این که خب اینو اگر هدفتون اینه که مدیرای شبکه و مدیرای سازمان‌ها استفاده بکنن، خب هر کدوم از اینا 100 تا 200 تا 300 تا سرور رو باید چک بکنن. باید اول اینکه این ابزار چرا خب فقط ویندوزی، دوم اینکه چرا هیچ لاگ خاصی جنریت نمی‌کنه، سوم اینکه چرا کامند لاین رو کامند لاین و کامند لاین اینترفیس نداره. سوم مورد بعدی اینکه شما اینقدر حالا بقیه هم تاکید می‌کنن روی داشتن مثلا سیستم مانیتورینگ و اسوسی و اصلا ای دی آر نصب می‌کنن اینور اونور. خب الان یه مجموعه ای الان اومده چند صد میلیون تومان هزینه کرده یه پکیج EDR خریده. این نرم افزاری که افتا ریلیز کرده به عنوان وب شل اسکنر که قرار تهدیدهای به روز رو شناسایی بکنه، این اینترفیس GUI ویندوز رو کجای اون EDR فرو بکنن که خروجی بگیرن ازش؟ چند تا سیگنیچر اصلا این دیتابیس داشته که حالا اینا ببینن اصلا چیز جدید خاصی مربوط به افتا تو این وجوده؟ مثلا ممکنه خب در افتاد دسترسی داشته باشه به یه سری ثریت ها و یه سری بعد افزارهایی که فقط اونا امضا دیجیتالشو دارن. اصلا اینا اسکن میشه با این نرم افزار یا نمیشه؟ اگر میشه خب چرا امضاشو مثل همه کشورهای دیگه مثل آدم پابلش نمیکنید که ملت برن دنبال ام دی 5 هش بگردن؟ چرا یارا رولشو پابلش نمیکنید ملت بگردن با سیستم خودشون اینا رو اسکن میکنن؟ وقت اون نشون میده که یه جایی مثل این ارگانه که الان فرمون دستشونه و شما دستشونه اصلا دیده این دیده فنی وجود نداره. یعنی خیلی خیلی سطحی دارن این داستان نگاه میکنن و به طرز احمقانه ای نمیدونم چجوری میشه اینو توضیح داد گذاشت توی شابلون فنی، ولی به طرز احمقانه ای ناکار آمدن. نمیگم عمدیه، ولی این نشون میده اون کسی که نشسته که بالا سر این حمید بیا در یه دنیای خیالی تو مسئول این بودی که دیتای ملت اینو میخواد مبارزه کنی با جمهوری اسلامی،
دیتای مردم رو پابلش میکردی یا نمیکردی؟ میخوام بگم این سود داره یا ضرر داره؟ خوب و بد داره از دید کار مشابه. اگر بخوایم نگاه بکنیم روش درستش این همون کاریه که یکی مثل گنجشک درنده، یکی مثل قیام، مثل گروه های خارجی دیگه نگاه بکنید، سلکتیو و متناسب با نیاز ژئوپلیتیک اون دوره زمانی با نیاز سیاسی میان یه سری دیتا رو لیک میکنن. خب اینا واسه عمشون که هک نمیکنن، هک میکنن که بازی روانی را بندازن، هک میکنن که بهره برداری سیاسی بکنن، هک میکنن که یکی رو کله پا بکنن، هک میکنن که یکی رو رسوا بکنن. وقتی هدف اینه و یه تیم حساب شده پشتشه، حالا تیم که میگم منظورم یه دولت، یه گروه، یه جناح سیاسی پشتشه، اینا میان هدف سعی میکنن تا جایی که ممکنه هدفمند این کارو انجام بدن. و وقتی این اتفاق قرار بشه بیفته، شما نمیای مثلا دیتابیس اتوماسیون اداری نهاد هم شما دامپ کردی، چند صد هزار نامه محرمانه توشه، ولی نمیای کل اینا رو پابلش بکنی روی اینترنت. میای دونه دونه اینا رو گلچین میکنی، به مرور زمان قطره چکانی اینا رو میای پابلش میکنی، هر از گاهی اون چرخ آسیابه همینجوری بچرخه. کل اینو الان این 3 میلیون سند رو دامپ کردن. بعد قول میدم 6 ماه دیگه کسی اسم آدرس این سایت هم یادش نمیاد. چرا؟ چون کل دیتا دامپ شده و ملت درگیر چیزای جدید میشن، واقعا پیگیری نمیکنن. بعد جواب این که حالا خوبش یا بده، قسمت بعدش اینه که اگر کل دیتا رو یه جا دامپ کنی، اول خب کلادرال دمیج، یعنی آدمای بیگناه این وسط زیاد به فنا میرن، به خاطر اینکه خیلیا ممکنه جزئیات پروندهشون براشون ریسک داشته باشه، عمومی بشه، این چیز مشخصیه. خیلی از این اطلاعات واقعا جانک هستن، یعنی آشغالن، به درد هیچ کار خاصی نمیخورن جز اینکه اشتک مردم اومدن رو باد دادن و یه سری اطلاعات خصوصیشون عمومی شده. ولی اگر مقایسه بکنیم با کار قبلی همین گروه، حتی اومدن مثلا سر داستان اون مثلا شکنجه هایی که شده بود، گزارش های پزشک قانونی یا مثلا نیو این داستان، اگر گزارش های بود اومده، فقط الان بازار مثلا جنگ و دعوا سر این موضوع خاص توی کشور داغه، اومده داکیومنت مربوط همون رو لیک کرده. این خیلی اثرش بیشتره تا اینکه شما کل داستان رو بیای مثلا ریلیز بکنی. یا مثلا اون کیس فارس نیوز، خب ایمیل ها رو میان معمولا خیلی جامعه انتام میکنن، ولی اون مثلا اومده اون خبر چیز چی بود این بولتنه محرمانه، خب اون بازه زمانی اون بولتنه محرمانه اطلاعاتش به درد بخوره. چرا؟ چون نشون داد که یه سری چیزایی که همون روزا داشت توی بوقو کرنا توسط دولت اعلام میشد دروغ بود، اثباتش میشد اون بولتنه، از این نظر ارزش داشت. همین گروه یا مثلا قیام یا گروه گنجشک درنده هر از گاهی مادن یه سری چیز مطابق با نیاز سیاسی اون دوره زمانی، اون بازه زمانی، یه سری چیزا رو پابلش کردن. درستش اینجوریه. این عین همینو توی خارج از کشور هم گروهایی که می‌بینید همین کارو انجام میدن. روسیه میاد هشتگ آمریکا رو میزنه، یه سری اطلاعات پابلش میکنه، نمیاد کلشو پابلش بکنه. میاد متناسب با اون دوره زمانی خاص. الان دم انتخابات آمریکا میشه، شما احتمالاً می‌بینید که یه سری اتفاقات مشابه تو آمریکا خواهد افتاد. من این داره کم کم گریه میکنه بعد میوت کنم، ولی جواب سوالت حالا نمیدونم دادم یا نه، ولی آره به نظرم قسمت آره من یعنی جنبه منفی کل اطلاعات در کل نیستی میگی، بستگی داره به اینکه کی مخاطب. تو ایران به نظرم جواب نمیده، چون اصلا ما مفهومی به اسم کار ژورنالیستی روی تحلیل دیتا دام شده نداریم، یا حداقل من ندیدم، یا اگرم وجود داشته باشه و آدمای علاقه داشته باشن کار انجام بدن، واقعا دستشون از نظر کاری باز نیست که بخوان حالا این دیتا رو تحلیل بکنن، از توش 4 تا کیس خبری در میارن، برن یقه 4 تا وزیر و آدم مسئول بگن که آقا تو این پرونده اینجا همچین چیزی گفته شده، بیا پاسخگو باش. همچین پروسه تو ایران وجود نداره، برخلاف خیلی کشورهای دیگه. تو آمریکا اگر دیتا لیک میشه، طرف میرزه تا 5 سال خشتک طرفو در میارن که آقا تو چرا بر اساس این یه دونه ایمیلی که ازت لیک شده، مثل همون داستان هیلاری کلینتون، این چند سال این کش و قوس پیدا کرد سر یه دونه ایمیل لیک شده که این از یه ایمیل شخصی کیس کاری رو پیگیری کرده بود. هزاران مورد این تا الان تو ایران پابلش شده، مثل همون داستان سایت اینترنت دات آی آر بود، چی بود که یه سری دیتا لیک شده بود، ده ها نفر آدم بودن که حالا من اسم نمیارم ولی روزش لازم بشه این اتفاق هم میفته، ده ها نفر آدم بودن که اینجا سنگ مردم رو به سینه میزدن و فوش میزدن به دولت و نمیدونم ما مخالف فیلترینگ و فلان اینا هستیم. توی همون ایمیل ها مشخص شد که آقا دست به سینه داوطلبانه میرفته خدمات میداده و کمک میکرده، آقا اگه کاری لازم داری بیا من
چماق دارم میزنم تو سر مردم. خب اینا هیچ کدوم پیگیری نشد. توی اطلاعاتی که از نهاد، از مجلس، از جای مختلف پیگیری شد، این همه اطلاعات جالب و به درد بخور بود که خبرنگارا میتونستن روش کار بکنن. اینا هیچ استفاده ای ازش نشد. همون جوری که ما سرایت اینتر رپورتامون از خارج داریم میگیریم، مصرف شده میدیم به خورد ارگان داخلی، مثلا شرکت خارجی کاسپرسکی اومده فلان بدافزار رو تحلیل کرده، گزارش آماده شده، اینا ترجمه میکنن میدن ارگان داخلی. این همین اتفاق هم الان داره چند وقت روی این داستانهای لیک اطلاعات میفته. کسی تو ایران نشسته بشینه دقیق تحلیل بکنه، یا حداقل من ندیدم عمومی به تحلیل بکنه آقا فلان دیتابیس دامپ شد، بریم در بیاریم ببینیم مثلا چه اطلاعات آماری بدرد. اصلا ما کاری به جنبه سیاسیش نداریم. فلان دیتابیس از فلان شرکت دامپ شد، از تپسی دامپ شد، ما بریم بشینیم ببینیم چه کار مفیدی با این دیتا دامپ شده میشه کرد. مثل اون لیکفا اگر اشتباه نکنم تنها نمونه مفید و کار جالبی که من دیدم میکنم. خب این دمشون گرم، نمیدونم اون کیا هستن ولی واقعا دمشون گرم، کار خوبی دارن میکنن. میشینن این دیتا رو تحلیل میکنن، اطلاعات مردم رو در میارن، استخراج میکنن در قالب یه سرویس قابل استفاده برای آدم عادی و شهروند عادی. میان این اطلاعات رو در اختیار مردم میذارن که آقا دیتا لیک شده یا نشده، چی ازت لیک شده. این کار خوبیه ولی به غیر از این من ندیدم جایی واقعا بشینن دیتای کلیک شده از ایران رو تحلیل بکنن. دیتاهای بانکی مثلا خیلی چیزه به درد بخوری بودن، در بیارن نقطه ها رو به هم وصل بکنن، کار تحقیقاتی خبرن، کار جورنالیستی تحقیقاتی درست بکنن و آدم ها رو خفت بکنن، خطاهاشون رو در بیارن، خلافاشون رو در بیارن و پابلیش بکنن. وظیفه یه جورنالیست اینه در واقع. ولی خب متاسفانه تو ایران دیگه همه میدونن که کسی نمیتونه آزاد کار بکنه، به همین نسبت حجم گسترده اطلاعات وقتی مثلا اینا پابلش میشه، اگر هم حتی من جورنالیست اگر ساکن ایران باشم بخوام همچی کار بکنم، ببینم خب اول اون رسانه‌ای که دارم باش کار میکنم همچی چیزی نمیتونه پابلش بکنه، دوم اگر شخصی بخوام اینو پابلش بکنم روش کار بکنم میان میکنن تو گونی میبرنم. پس نتیجه اخلاقی این که مصرف و استفاده ای نداره و ضررش بیشتر از سودشه. این جواب نهایی سوال. خیلی ممنونم اینجا، خیلی ممنون که تو این بحث مشارکت کردی. حمید یکی از بچه از دستگاه قدیمی هک و سکیوریتی ایرانه که دیگه همه میشناسنش، بچه‌ای که تو این حوزه کار میکنن دیگه نیاز به معرفی نداشت، میتونید خودتون دنبالش کنید. و حالا تا اونجا که میتونست فکر میکنم که دیتای خوبی رو داد اینجا. حالا اطلاعاتی که و تحلیلایی که حمیدات واقعا ارزشمند بود و من همیشه هم غبطه میخورم که ما کم میبینیم از این جور چیزا در رابطه با اتفاقات ایران، من که خودم خیلی یاد گرفتم. حالا تا حدی جواب دادن ولی من سوالی که دارم اینی که خب سالها بحثش بود که داخل شبکه‌های ایران حالا جنرال صحبت میشد یا اینکه جاهای مختلف اسم برده میشد، بالاخره یه حدی از نفوذ وجود داره و آلودگی وجود داره و این حرفها، ولی خب ما مدتیه حالا چند سالیه به خصوص چند ماهیه که داریم به قولی همون غنچه دادن این نفوذها رو بیشتر میبینیم، لیک شدن اطلاعات، عملیات‌های سایبر این شکلی رو در واقع بیشتر میبینیم و ببینیم این آلودگی داره منجر به یک سری اتفاقاتی مثل درز اطلاعات اینجور چیزها میشه. با توجه به حرفی که حمید زدن در رابطه با اینکه خب این آلودگی خیلی وسیعه و با این شیوه که داخل ایران وجود داره نمیشه به این راحتی پاکش کرد، من میخوام پیش بینی ایشون رو حالا در کوتاه مدت یا حتی میان مدت ببینم که اتفاقات این شکلی که مثل همین لیک شدن اطلاعات بیفتن به جون هم دیگه، حالا با توجه به اکتورهای مختلفی که وجود دارن، حالا خارجی مستقل، میخوام اینم با توجه به این آلودگی گسترده که وجود داره پیش بینیشون در کوتاه مدت و میان مدت چی از حوادث مشابه این شکلی؟ اینو من گفتم، این سناریویی که هر ارگان دولتی دیتابیسش دامپ بشه و لیک بشه، مطمئن باشین سریالی تمام نمیدونم چند تا وزارتخونه الان داریم تو ایران، 23-24 تا هستن. اینو مطمئن باش تا تمام اینا آباد نشن این داستان ادامه دار خواهد بود. اینو می‌خواستم بگم که این داستان این که اتفاقایی که یعنی چه برابرداری سیاسی میشه ازش کرد، اینه که خیلی از این داستانایی که داره پیش میاد هدفش صرفا دامپ دیتا نیست، هدفش صرفا نشت یه سری جزئیات فنی از شبکه ها نیست، هدف کل این عملیات اینه که این باور برای مردم ایجاد بشه که این دولت قابلیت امن کردن دیتا خودش رو نداره، قابلیت جمع جور کردن شبکه خودش رو نداره و صرفا نباید به بعد قضیه فنی از نظر فنی یا از نظر که چه دیتایی لیک شده نباید بهش نگاه کرد، باید به این اصلا نگاه بکنیم که چه
جنگ روانی ایجاد میشه سر این داستان که سر مثلا قضیه کارت سوخت سر همین داستان ریاست جمهوری یا کیس مشابه ما اصل همه این کارا دیدی که به عموم میره اینه که دولت تنبول خودش رو واقعا نمیتونه بکشه ولی این داستان و این هم یه بخشی از کاره یه بخشی از خروجی که اینا میخوان از این داستان بگیرن و فقط داستان فنی و داستان دیتای کلیت میشه نیست. مرسی آقا. خیلی ممنون. خب من یه توضیحی بدم دوستان. ببینید ما اینجا یه چند تا بخش رو بررسی کردیم. هدف اصلی این اتاق اینه که شما چی کار میتونید بکنید، در کاری که میتونید بکنید که همه بچه کارشناسی که داره صحبت کردن نظرشون همین بود، اطلاع رسانیه. یعنی بدون که برادر من اگر تهدیدی تا دیروز تو رو یعنی اتفاقی قرار بوده تو رو تهدید کنه، الان این حجمش گسترده تر شده و هدفمندتر شده. یعنی چی؟ یعنی اگه من قبلا اسمس فیشینگ میگرفتم که فقط اسمم و یارو داشت، الان اطلاعات پرونده‌ام هم داره احتمالا، یا نمیدونم کد ملیم هم داره. پس باید مراقب باشید، نسبت بهش هشدار بدید، با دوستانتون صحبت کنید، تو گروه هایی که هستید صحبت کنید. و یه نکته دیگه هم بگم که خوشبختم که معرفی کنم، پین کردم بالا، سرویس اسکم مایندر رو بالا ببینید، رایگانه. از اسکم مایندر میتونید استفاده کنید، فعلا تو مرحله تسته، نرید گند بزنید توش. این سرویس چیکار میکنه؟ این سرویس با AI سایت که شما میدید و بررسی میکنه، یه ریتی میده که این سایت چقدر احتمالی که اسکم هست چقدره. برید ببینیدش، تست کنید، نظراتتون بگید، کامنت بذارید. و این فعلا تو مرحله تسته. اینم از اتفاقی که امروز فکر کنم اولین بار داریم در مورد صحبت میکنید. بالا من پین کردم توییتشو، scamminder.com. خیلی ساده عمل میکنه، یعنی عملکرد ساده است. یه سری API داره، به علاوه API از ChatGPT که از ChatGPT و این API و اینا همه رو میریزه تو همون سایت تو رو یه دور چک میکنه و بعدم یه نظر بهت میده که این نظر قطعی نیست. بازم مشخصا یه نظر قطعی نیست و یعنی این از روی این دیتاه نباید شما تصمیم مالی بگیری یا هر تصمیم دیگه که ممکنه بهت آسیب بزنه. صرفاً میتونه یه دید بهت بده که این سایت چرا رد فلگ داره، رد فلگ ها رو برات لیست میکنه. فعلا تو نسخه یک وابسته به اینه که شما خیلی تست کنید، باش ور برید، کار کنید باهاش که بتونه دوباره تیون بشه و خروجی بهتری بده. آمد جان من یه چیز کوچولو میتونم بسات بگم. شما که بالایید اگه میدارید میشنم. یه نکته کوچولو این که میگید چی کار بکنیم اگر همچی تماسایی گرفت، یه دو تا راه حل هست. یکیش خیلی شامل حال ایران نمیشه. اون که شامل حال ایران میشه و عمومیه اینه که خیلی وقتا وقتی با شما تماس میگیرن، ما از فلان بانکیم، از فلان اداره ایم، از فلان جاییم، شما بهترین راه حلی که دارید برای اینکه اول دست پاچه نشید اطلاعاتتون رو بدید، دومی که بتونید این خورده صحت سنجی بکنید، بگید که آقا تو مگه نمیگی من از بانک ملتم، از فلان جام، باشه شما یه شماره تماس به من بده، قطع کن، من خودم با شما تماس میگیرم، یا بگو شماره تماس عمومیتون چیه، میری میبینی آقا توی سایت مثلا قوه قضاییه، تو سایت بانک ملی شماره تماس کال سنتر اینه، تو بگو من قطع کن، من خودم با تو تماس میگیرم، اگر واقعا نمیگه میگه هستی، من از طریق کال سنتر بانکم باید بتونم به تو برسم. این یه راه حل خیلی ساده است. راه حل دومش که الان نمیدونم چقدر الان تو ایران آشنا نیستم که وضعیت این امضای دیجیتال و کارت ملی هوشمند اینا چقدر پیشرفت کرده، تو سوئد یه روالی که وجود داره، کسی اگر تلفنی هم با شما تماس میگیره همچین داستانی رو میگه، یا حتی شما خود تلفنی با جای تماس میگیری میخوای احراز هویت بکنی، یه چیزی دارن به اسم سکیور بانک آیدی، یعنی یه سیستم امضای دیجیتالی که شما یه دونه موبایل اپلیکیشن روی گوشیت داری، اون شرکت، اون شخصی که قراره به اطلاعات خصوصی شما دسترسی پیدا بکنه، یه درخواست میده، تو اون اپلیکیشن ظاهر میشه و مینویسی که اون درخواست کننده کجاست. شما تو اون اپلیکیشن اون کدی که فقط خودت داری وارد میکنی و تایید میشه که اون آدم واقعا این کسی که با شما تماس گرفته، اونی که میگه هست یا نه، این روالش. ولی تو ایران نمیدونم این حالا اون رمز دو مرحله بانک ها یا همچین رویه اصلا وجود داره که آدم ها بتونن از طریق موبایل اپلیکیشن صحت سنجی بکنن یا نه. برای تراکنش های بانکی تا اونجا که یادمه همچین چیزی بود، ولی خب مثلا یه کاری که دولت میتونه بکنه واسه این داستانا، این بساط دولت دیجیتال که راه انداختن اینجا به درد میخوره، یا اون سامانایی که الان راه انداختن، یکی از کارهایی که میشه باهاش کرد و کار خوبیه همینه که یه مکانیزمی بیان فعال بکنن که آقا هر ارگان دولتی، هر بانکی
به شخصی تلفن میزنه پشت تلفن یه روش فنی و ساده‌ای داشته باشه که بتونه خودش رو اعتبار سنجی بکنه برای مخاطبش، که میشه همین، حالا مثلا میگم از یه سامانه مشخصی بیاد یه رمز خاصی یا یه تاییدیه‌ای برای کاربر بیاد، اونم حالا میشه چه میدونم با کالر آیدی اسپوف کرده یا اس ام اس به اسم کسی دیگه فرستاد، ولی خب وقتی یه موبایل اپلیکیشنش رو رفته باشه با مکانیزم امضای دیجیتال و پی کی آی و این داستانا، حالا وارد بس فنیش نمیشیم، همچین مکانیزمی رو اگر مثلا دولت را مینداخت یا حتی بانک‌ها را مینداختن خیلی جلو این داستانا گرفته میشد. ولی خب دیگه استاشی خودت میدونی که چقدر مقاومت وجود داشته که تا همون رمز دو مرحله یه هم فعال بکنن. نمیدونم همچی چیز الان هست یا نه، اگر هست میتونی بیشتر راجع به این توضیح بدی. من برم پایین. مخلصم، نه همچیز نیست و درست میگی، فعلا تو همون نکته یکش که نکته خوبی بود جلو بریم که اگر کسی با شما تماس گرفت خیلی اصرار داشت که من مال فلان جام داخلیشو بگیرید خودتون باش تماس بگیرید، شما رو داخلیتو بده من خودم تماس میگیرم. با الان مثلا طبق قانون هیچ دستگاه اطلاعاتی نمیتونه تلفنی با شما تماس بگیره شما رو بگی پاشو بیا فلان جا، ولی الان من این حرفو بزنم چون خودم والا همش با تلفن بهم میگفتن پاش بیا فلان جا، پس الان من نمیتونم این حرفو بزنم. این خودشون قوانین خودشون رو زیاد نقض کردن، ولی رو کاغذ اینجوری نوشته شده که کسی نمیتونه تلفنی با شما تماس بگیره و بهت بگه پاشو چک فلان کارو بکن، نمیدونم فلان حرکتو بزن، یه هم چیزی نمیشه. پرایوت نامبر هم توضیح بدم، پرایوت نامبر رو نمیدونم نو نامبر و اینا به راحتی قابل اجراست دا. یعنی فریب این اینکه حالا شماره ای که داره زنگ میزنه پرایوت نامبر، پس حتما آدمی که اون پشت آدمیه که دستگاه اطلاعاتی داره تماس میگیره، اینا هم فریب نخوره، خیلی ساده قابل اجراست و اینم میشه دور زد. بحث اتاق ما واقعا بخش سیاسی ماجرا نبود، تحلیلمون روی اینه که شما الان که اطلاعاتت پخش شده، یکی از دوستان سوال خوبی پرسید که اصلا دلیل این اتاق این سواله، بدترین اتفاقی که میتونه بیفته چیه که برای شما آماده باشیم، بدترین اتفاقی که این لیک اطلاعات میفته، بازم تاکید میکنم اینه که حملاتی که به شما میشه هدفمندتر خواهد بود. شما یه کاربر یه شهروند نوعی هستی، حمله ای که به تو میشه چیه؟ طرف یه کلاهبردار با تماس میگیره دنبال اینه که اطلاعات کارتی تو بدوزه جیب تو خالی کنه، یه پیامک میفرسته دنبال اینه که توی اپلیکیشن نصب کنی. دوستانی که اندروید دارن شما در معرض خطر هستید، خدا رو شکر دوستانی که آیفون دارن در معرض این خطر نیستید، خیلی کمتر هستید، 99% بیمه هستید در برابر فیشینگ توی ایران، چون جنس کاری که توی ایران داره میشه یکم متفاوت. بعد اونا که فکر میکنن فیلترینگ کمک میکنه، اتفاقا اگه به وبامز دنبال کنید فیشرها از ترس کمپانیای اینور دنیا دسترسیاشون رو به سامانهای فیشینگشون رو ایران آلی میکنن، یعنی دسترسی داخل ایران در دسترسه ولی اینور دیده نمیشه، که اینم خودش یکی از بی‌نظیرترین صحنه های فیلترینگ در کشوره که شما دارید میبینید. آقای خودشون که اینا دارن تهدید اونا هستن، اونا اون تهدید کننده ها از کمپانیای امریکایی میترسن، این خیلی عجیبه، از اون داخل نمیترسن، از این ور میترسن، که این بسیار در نوع خودش بی‌نظیر و البته عجیبه. بازم تاکید میکنم دوستانی که شما مثلا توی اینستاگرام دارید میچرخید یا توی توییتر یا این ور، مخصوصا اونا که اینستاگرام دارن، یهو یه تبلیغ میاد به به بیا پولتو بریز، نمیدونم اینقدر سود کن، ما یه گروه تریدر هستیم داریم ترید میکنیم. اگر میخواید بدونید که اون سایت چقدر معتبره میتونید از AI کمک بگیرید. سایت اسکم مایندر رو که بالا من پین کردم داره این کارو میکنه، فعلا تو مرحله تسته، از اون سایت میتونید استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک میکنه که فضای امتری تو اینترنت داشته باشید. ورژن امنیت در ایران خیلی متفاوت ورژن امنیت در سوئدیه که مثلا الان دیدید حمید زندگی میکنه یا منی که دارم توی امریکا زندگی میکنم. شما باید خودتون رو ایرانیزه کنید، یعنی بسته به شرایط ایران باید بتونید یه سیستم یه سناریوی بر خودتون بچینید. هیچ سرمایه گذاری در ایران نیست که خارج از ایران وجود داشته باشه، یادتون باشه شما تحریم هستید. اگر رفتی یه موبایلی رو نصف قیمت خریدی، بدون که بقیه پول اون موبایل رو یه هموطن تو خواهد داد، پس تو بچه زرنگ نیستی، اینم یادتون باشه. همینطور که الان میبینید کوروش کمپانی، اتفاقی که تو ایران افتاد
چقدر هشدار دادیم ولی کسی به کتفش نگرفت. انگاری ما داریم بنگلادشی حرف میزنیم. به حضرت عباس 7 ساله داریم تو وباموز مینویسیم، یک دونه مسئول براش مهم نبوده. و من واقعا احساس میکنم که دارم به زبان بنگلادشی چیزی مینویسم. یعنی آقای مهدی کشدار که تو توییتر مدیر شبکه نمیدونم خبرگزاری دولته، از عباس محمد باقر رو فالو داره تا چه میدونم کیکیه محمد حسن برانداز، ولی وباموز رو فالو نمیکنه. چرا؟ چون آقا بهش برخورده، ما بهش گفتیم آقا خبرگزاری قوه قضاییه ویدئوی کودک آزاری داره. یعنی ما یکی از افتخاراتمون که به لطف شما رقم خورد حذف شدن بسیاری از محتوای کودک آزاری بود، سربریدن بچه 5 ساله خبر خبرگزاری قوه قضاییه بوده، ویدئوی پیور ها پیور ویدئو بود که سر بچه رو گرفته بود یارو دستش و ما باید اینو تو خبرگزاریه قوه قضاییه میدیدیم. به آقا گفتیم اینا رو پاک کن، گویا بهش برخورده. حالا در هر حال همش رفیق بازی و اینا که نمیشه، ما اینجا با کسی رفیق نیستیم، حداقل من و محمد جورجندی با هیچ کس رفیق نیستم. اگر موضوع رو ببینم حتما در مورد صحبت میکنم و مینویسم، و اگر شما توجهی نمیکنی این شمایی که ضرر میکنی در انتها، و یه نفر فدا سرم که شما توجهی نمیکنی. این وضع مملکته. الان یه سری رفته بودن حساب کتاب کرده بودن که دولت به واسطه کوروش کمپانی 24 میلیارد سود میکنه. نه برادر من، خرجی که شما حساب نکردی چیه؟ خرج قاضی، خرج اداره، خرج بروکراسی اداری، کاغذش، کوفتش، زهرمارش، و این پولو تو داری میدی. این یادت باش، دولت سود نمیکنه، من و تو این که داریم پول اینا رو میدیم. پول اون سربازی که دم در وایساده رو تو داری میدی، تا اون قاضی که اون بالا داره تصمیم میگیره، وکیل، کوف، زهرمار، وقت مردم، همه اینا حاصل بی‌مسئولیتی آقایونه که اون زمانی که این پدر سوخته داشت کلاهبرداری میکرد، یه دونهشون صداشون در نیومد. همین الان موبایل موسوی داره کلاهبرداری میکنه، به من مسیج میده که آقا اگه در مورد ما بگی ما ازت شکایت میکنیم، و من 15 پرونده من احتمالاً در طی 2 ماه آینده میشه 16 تا. موبایل موسوی هم همون شکایت میکنه، در صورتی که موبایل موسوی هم داره کلاهبرداری میکنه. به این کلاهبرداری میگن زیر فروشی، که رئیس صنف به درستی در موردش صحبت کرده. ولی متاسفانه الان شما یه نهادی رو تو اون کشور پیدا کن که مسئول این باشه بره یقه این موبایل موسوی رو بگیره. یه بچه 26 ساله چطوری تونسته بعد از اینکه شروع کرده به فروش موبایل، پیش فروش موبایل نصف قیمت امریکا، همین الان داره تو مسکن سرمایه گذاری میکنه، همین الان توی یه نمایشگاه ماشین هم زده. خب خاکتون سرتون، نمیبینید یارو داره باهاتون چیکار میکنه؟ خدا لعنتتون کنه که این صحنه ها رو میبینید، غیرتتون، رگ غیرتتون باد نمیکنه، اصلا هم براتون مهم نیست. و اینکه فردا این پدر سوخته پولای مردم رو حیف و میل میکنه، 5-6 سال دیگه میاد و گند این قصه در میاد، میشه یه کثافتی مثل اون اتفاقی که الان توی قزوین شما دارید میبینید. 9 سال آقایون دهنشون رو بستن و با یه کلاهبردار همکاری کردن، از نماینده مجلسش رجب همکاری کرد با این کلاهبردار، رفت تو مراسم شرکت کرد، با به به این کارآفرین موفقه که واقعا جای تأسف داره. امروز مردم قزوین صبح از خواب بیدار میشن، با پلاکارد راه میافتن میرن جلو قوه قضاییه، آقا به داد ما ملت برسید. تاکستان با خاک سیاه یکسان شده، چون بازپرسی داشته که این مسئولینی داشته، از وزارت سمت بگیر تا بانک مرکزی خائن به مردم ایران تا قوه قضاییه، که این مسئولین میدونستن این کلاهبرداریه، جلو این کلاهبردار رو نگرفتن. امروز از این اتفاقات زیاد میفته. لذا دوستان، اینا که به کتفشونه، خب فارسی هم که نمیفهمن که بیان ما رو دنبال کنن بخونن، حداقل ببینن این بر چه خبره. اینا رو ولش کن، شما که داری زندگی میکنی مراقب باش، یه دونه کلیه نداری، با یه دونه کلیه همه چی رو کارشو انجام بده. یه کلیه نداری، 3 تا تیر خوردی، دست چپ و راستم، یه دست راست و یه پای راست چپ هم نداری، ولی باید زندگی کنی. بالاخره اونجایی داری زندگی میکنی، خودت مراقب خودت باش. چطوری؟ تلفنی به هیچی اعتماد نکن، ایمیلی به هیچی اعتماد نکن. اگر یه جایی هست که تو رو داره تحریک میکنه،
طمع تو رو داره برمیانگیزه، مراقب باش. تو ایران چیزی نیست آقا، نصفه نداریم ما تو ایران چیزی نصفه. تو ایران تو نمیتونی توی شرکت تو امریکا سرمایه گذاری کنی، یه کمپانی معظمی که صاحب پدر سوختش هم حتی نمیشناسی و به پسر خاله تو داره سود میده، این سود نیست، این پول مردم بدبخت دیگه ایه که یک سال دیگه آواره میشن و اینا دارن میخورن. اگر این پول از گلوت پایین میره نوش جانه، ولی بدون که این پوله سود نیست. و البته دادستانی هم نداری که بره جلوی این پدر سوخته ها رو بگیره، اگر داشتیم که وضعونی نبود. مراقب خودتون باشید، بازم اسکن مایندر رو تست کنید، کامنت بذارید در مورد اسکن مایندر، میخونیم و این سعی میکنیم که بهترش کنیم انشالله. انشالله تبارک و تعالی. بریم سراغ موسیقی پایان اتاق. دوستان خدا نگهدار، موسیقی پایان اتاق. بچه خیلی ممنون که بودید. بابا بزن سینه، بزن که قیچه قرارگاه بیا. بزن سینه رو، بزن اسمایی. این چه بلایی بود بر سر نامت، بر تسلایش. آقا مراقب خودتون باشید. کاش من پرونده عمم رو نمیدیدم. به حضرت عباس، از دیشب که پرونده عمم رو دیدم من دیگه آدم سابق نیستم. نرید تو پرونده های دنبال ملت بگردید. خداحافظ بچه‌ها، خداحافظ.